بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه است، 23 آبان 1400 برابر با 14 نوامبر 2021. یه مقدار برنامه رو دیر شروع کردیم، دلیلش اینه که دو تا مهمان جوان داشتیم از آریزونا، راهی هستن برن به آریزونا. گفتیم وایسیم اینها هم برن فرودگاه، ما بیایم خدمت شما. یه برنامه هم قبل از این برنامه داشتیم با آقای محمد رزاقی از فرانسه، حتما ببینید. الان دیگه فکر کنم روی بایگانی کانون آوا هست. و اما چه خبره؟ دادگاه چپ و راست، 3 دادگاه تو آمریکا، یکی یه سفید پوستی 2 نفر کشته و 1 نفر زخمی کرده به خاطر اون جنبش جورج فلوید بود که او سیاه پوستی. یکی دیگرش 3 سفید پوست یه سیاه رو کشتن. یکی دیگرش هم اون، حالا همه اینا رو شما ول کن، دادگاه هم که چپ و راست به خاطر ترامپ و یاران قارش و همه رو به اصطلاح به عنوان شاهد میخوان بیارن دادگاه. و این مرد پلید و دزد و هرچی که بگین، واقعا همین برنامه همه رو به تعویق میندازه، هی تقاضای فرجام میکنه، کارهای دادگاه رو هی پشت گوش میندازه تا آخرش هم یا بمیره یا اونها بمیرن. بماند، روزگار غریبی است. از اون طرف یه دادگاهی هست در سوئد که اون آقای نوری رو دارن محاکمه میکنن، نمیدونم به جایی برسه یا نه. از طرف دیگه یه دادگاهی هست به نام دادگاه آبان که یک چیزی رو باید دقت کنیم، چجوری با این به اصطلاح برنامه های سریع، مثلا جنبش آبان 98 الان 2 سال ازش گذشته، درست چون ماه آبان هم هستیم، الان 2 سال گذشته، دادگاه بین المللی آبان درست شده، هیچ قدرت اجرایی نداره، رأیی که میدن هیچ کاری ازش نمیاد جز اینکه این رأی رو تازه ببرن دادگاه لاهه، بعد بر علیه اونایی که چیز هستن به اصطلاح شاید بتونن ممنوعیت بگیرن. یکی بگه این همه ممنوعیت خروج و دستگیری و اینها برای رفسنجانی گرفتید، به کجا رسید؟ خب اون مرد و رفت، هیچ وقت هم نیومد خارج که بگیرنش. آخوندها چپ و راست میان خارج و میرن برای مداوا، برای خرید، هیچ کی نمیتونه هیچ کاری انجام بده. ببخشید من این گلو درد، حالا دیگه میگن این گلو درد ممکن نه حساسیت باشه نه به اصطلاح گلو. این چرا اینجوری شده تصویر؟ آهان، مال نور اینجاست. ببخشید من یک لحظه. خب بدم نیست، این پرده اینجا که روشنه نور انداخته و من براتون این رو بذارم پلیر 2، الان این نور رو درستش کنم. ببخشید اون موقعی که برنامه داشتیم این نور نبود، یعنی که ما متوجه بشیم. بله دیگه همینه، اینجا میگن هر چی میبینی what you see what you get، همینی که هست. نه اتاق فرمانی داریم نه اتاق کنترلی داریم. میگن که این خبرها رو فقط حمایت کنید، چرا تحریف میکنید؟ خب آقای محمد ایرانی شما بیا تعریف کن عزیز من، شما الان اینجا مگه نیستی؟ مگه صدا نداری؟ بذار من الان وصلت میکنم با فیسبوک، شما بیا بگو دیگه. ما که بابا گلون این گلو درد من یه سریش تقصیر شماست، ما که گلون پاره شد از بس گفتیم آقا خانم شما هم بیاین از زاویه‌ای که میبینید حرف بزنید. من نمیفهمم ما ایرانی ها یه چیز به این سادگی رو هنوز نمیخوایم بفهمیم. محمد، من شما رو از تهران میبینم، خیلی خوب، جالبه. من با یه خانمی که متخصص کامپیوتر و کارهای وبسایت و اینها هست بهش میگم ما کمک میخوام برای وبسایت، میگم من نمیتونم از ایران وصل بشم، میگم بابا وی پی این فلان اینا، اونا که متخصصن نمیتونن، ولی این دوستمون میتونه. محمد ایرانی، حالا آقای شاهین هم اینجاست، سلام عمو جون، شاهین 2000. خب بذار من زنگ بزنم به این آقای محمد ببینیم خبرها رو چجوری میگن. شما فکر میکنید چه کسایی
خبر رو تحریف میکنن. منی که در آمریکا نشستم چرا باید خبر رو تحریف کنم؟ اصلا به نفع کی میشه وقتی که دادگاهی درست میکنن میگه شاهد، ولی شاهد میاد عینک زده صورتش پوشونده؟ برو آقای فرامرز دادرس، اون که با ما آشنایی نداره، یعنی فامیل نیست که، برو ببین اون چی مینویسه. این دادگاهی که پشتش خانم مسیح علی نژاد باشه، خب محمد ایرانی اینه، محمد ایرانی و عکس یه خانومی هست، اینم از معجزات قرن 21. اتفاقا شاهین یه ویدیوی گذاشته بود، میگه یه نفر فکر کنم مال روسیه بوده، میره خارج از روسیه، اون معامله رو قطع میکنه، بعد که برمیگرده حالا تو پاسپورتش مرده و شکلش یه جوری دیگه است، قیافش زنه. این دوست ما هم دوستان دوباره پست ها را اشتراک بذارید. آخه بابا جملاتون هم غلطه. من بعضی وقتا میخونم متاثر میشم واقعا که این جوانای ما فارسیشون انقدر بده یا من فارسیم بده. دوباره پست ها را اشتراک بذارید. اگه کسی اشتراک بذاره دیگه دوباره نیست. اگه دوباره بذاره مردم میگن این دیوونه است، این که گذاشته بود. پخش زنده فیلم و سریال شبکه خانگی و موسیقی و متفرقه هم میذارم. خب ایشون هم مثل ما از راه رسیده میخواد همه کاری انجام بده، بعد مینیسه گوست تو دانشگاه تهران، یعنی میره دانشگاه تهران مدل ات فیسبوک اپ. شما تو فیسبوک اپ مدل هستین؟ کاکو جون یک کمی این به چیزای خودت برس، اینا رو درست کن، بعد بیا به دیگران بگو اونا چجوری درست عمل کنن. ولی من برای تبلیغ، همین که شما لطف کردین نوشتی، همین که بیننده برنامه ما هستین، من صحفت رو نشون میدم که دیگرانم بیان و با شما در تماس باشن و برای شما آرزوی موفقیت میکنم. این محمد غلطه، یه دو تا ام میخواد، بعدم نوشته محمد ایرانی، عکس های ناب و زیبا و وب قشنگت فقط برای همین اولین بار منتشر کردم، لطفا لایک و کامنت را فراموش نکنید و منتظر پیام های پرمهر و محبت شما هستم، عشق را به همه شما تقدیم میکننم، دوستتان دارم و مرسی از حمایت های شما دوستان در گروه تشکر، در گروه تشکر. آقا جملت کلن غلط. درصد مرسی که با ما هستی. میخوای زنگ بزنیم با هم صحبت کنیم ببینیم شما، من توی مسیج ببینم میشه تلفنی باهاتون صحبت کنم. اینم تلفن بفرم. Something went wrong، نمیدونم یعنی چی، یه چیزی خراب شد اوضاع و اینجا هم که تصویر ما رفت خیلی بزرگ شد. این لابد میخواد شیر کنه. این صفحه رو که من زدم که با این آقای محمد یا خانم محمد تماس بگیریم، ول کن رفیق، چشم ما شما رو ول میکنیم، امیدوارم شما هم یاد بگیری دیگران رو ول کنی، والا پاچه اینو اونو چسبیدن و گرفتن هیچ کاری نداره. شما الان این کاری که شروع کردی، من به همین آقای شاهین غلامرضایی یه روزی گفتم شما خیلی داری ویگ عمل میکنی، یه جا میخوای فیلم بسازی، یه جا میخوای انتقاد کنی، یه جا میخوای برنامه خودت باشه، این نمیشه. مایی که تازه اینقدر روی گلیم خودمون دست پامونو جمع کردیم، اینجا بعض وقتا موتورمون سه کار میکنه، ریپ میزنی. در اصل امیدوارم شما موفق باشی، خیلی ممنون که با ما هستی. حالا چرا اسمت محمد ایرانی گذاشتی ولی عکس یه خانمی رو گذاشتی اونجا؟ این چه کار زشتی که شما انجام میدی؟ فیسبوک، فیس صورت، بوک، از دست شما این آقای ساکنبرگ یا سوکربرگ چیه رفت عوض کرد اسم فیسبوک رو، گذاشته متا. حالا ببینیم این متا دنبالش چیه. تسلیم آقا سوربی. اوکی عزیز، تسلیم. نه ما با کسی دعوا نداریم که شما تسلیم بشی یا نشی، همین که حالا فوش و فضیحت نمی کنی من ممنونتم هستم، چون خیلی ها جنبه ندارن تا یه انتقادی ازش میکنی. دیدی آقا این مزدور بود. من میگم آقا شما میگی خبرها رو بگو تحریف نکن، ما که شروع کردیم خبرها رو گفتیم دو تا دادگاه مهم اینجاست که الان اینجا نشنال گارد، و من نمیدونم تو ایرانی ما هم چیزی نداشتیم. نشنال گارد یعنی یه نیروی ملی، تقریبا یه مثل یه ارتش
سوئیسه که تو خونهشه، ولی مثلا یه ماهی دو روز میرن دوره میبینن، آماده هستن، وسایلشون تو خونهشون اینا. نشنال گارد امروز اول گفت 500 نفر برای این دادگاه ها نتیجهشو بگه فردا، بعد گفت تا 5000 نفر این دوتا دادگاهی که تو آمریکا هست. حالا شما ببین تو آمریکا هنوز تو قرن 21 این ماجرای نژاد پرستی پارسال یا پیلارسال بود، این پسر 17 پارسال بود، این پسر 17 سالش بوده، بلند شده از شهر خودشون راه افتاده بیاد بره اونجا از اموال دیگران مواظبت و مراقبت کنه. درسته تو آمریکا یه چیز دارن بهش میگن سیتیزن ارست، خود من این کارو انجام دادم، یه نفر کیف دزدیده بود از یه زنی، فرار کرد، من گرفتمشو، بعد معلوم شد که این زنه زنی پلیسیه، برای ما هم تقدیرنامه فرستادن که امروز اگه به من بگی همچی کاری بکن میگم نمیکنم. من اون موقع جوان بودم، دیوانه بودم، متوجه نبودم خطراتش رو، چون هر چی سنت میره بالاتر ترسوتر میشی. چرا ترسو میشی؟ برای که عاقل میشی. چرا بچه کوچیک از پشت بوم میفته؟ ترس نداره، برای که عقل نداره. این شجاعت نیست، این بیعقلیه. در اصل ممنون. همون سوربی نوشته تخریب نکن، نه تحریف، نه تحریب. حالا همون تخریب، من چه تخریبی کردم؟ من اومدم دارم نظر خودم رو میگم، میگم این دادگاه آبان به این سرعت، یه دادگاهی هم یادتونه آقای ماسالی و دیگران درست کرده بودن، اون یه چیز دیگه هم بود، تریبینیو نمیدونم فلان اینا، این دنبال اسمای بزرگ و آدمایی که میان بلند شده، خانم این فسنجی چی اسمش، مسیح زشته چیه، تق 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 تو هلند، نگاه کنید من تو هلند دارم با محافظ میرم. خب چشت روشن، کسی که اینقدر باید مواظب باشه زرت و زرت عکسش نمیزنه، بگی من کجا هستم، تو کدوم خیابون هستم، با کی هستم، چی خوردم. حالا خودت گورسیا، برای دیگران خطر ایجاد میکنی. حالا هم رفته نشسته اونجا شهادت میده، شمایی که اینجا بودی که نمیتونی شهادت آبان 98 رو بدی. بذار این بیچاره‌ای که تیر زدن تو پاش، آقای عبدی اگه اشتباه نکنم، که همه فکر کردن مرده، کشتنش، زندان شده، بردن خاکش کردن، یه دفعه گفت من رفتم ترکیه و از ترکیه هم اومدم اینجا. اینجوریه، خبرها رو درست به دست من و شما نمیرسونن. شما اگه خبر درست برسه دستت، امکان تخریب، امکان تحریف داری. وقتی خود خبره اصلا ساختگیه، چیکارش خواهی بکنی؟ حالا امیدوارم این دادگاه آبان، شما نگاه کن این همه ظلم و ستم و تجاوز و زندان در 43 سال، یه آدمی رو گرفتن، تازه این آدمه رو، حالا اون آقای مهندس چیه، آقای موسوی و کاوه موسوی و نمیدونم ایرج مصداقی هم خیلی خواستن اینو ببرن بالا، میگه آقا این دادیار بوده، نه قاضی بوده، نه دادستان بوده، این دادیار بوده. دادیار یعنی تو چیزا نامنگاری و کاغذ بازی اینا. حالا اینو بردن سوئد، اولا چیز میگه ما بهش قول دادیم براش خانم میبریم، همین آقای کیه، ایرج مصداقی، در صورتی که با داماد طرف برنامه، این بدبخت هم قضاش برگشته، یه دامادی آورده، دامادم گفته حالا بذار پدرتو در میارم، این دخترت پدر منو در آوردن، پدر اون در میارم، حالا ببینید نوری رو بگیرن، حالا تو از اون چیکارش کنن تو سوئد؟ بزرگترین جرم کرده باشه تو سوئد 20 سال زندان میکشه، حالا این میزنه و اون میزنه و فرجام و دادخواهی اینا هیچی. آقا ولش کن، نسیه رو ول کن، این دادگاه الکی بود. مثلا اون خانمی که گریه میکرد قشنگ معلوم بود از رو کاغذ میخونه که بهش تجاوز کردن. همین آقایی که دادگاه پسر جوونی که الان 18 سالش شده، یه گریه کرده پریشبا توی دادگاه، برید ببینید تو آمریکا چجوری مسخرش میکنن، میگن این اصلا وکیلش اگه وکیل بود نباید اینو میورد تو دادگاه، توی بشونه رو اون صندلی شاهد برای خودش، به اصطلاح شاهد ماجرای خودش باشه. اون خانمه رو من دیدم که یه جا چیز هست، بعد میگه من دوربیناری که دیدم ماسکم رو درآوردم حرف زدم. شما ماسک زدی اومدی اونجا، هم تو چیز بوده دیگه، احتمالاً توی این برنامه کرونا و اینا بوده، نمیدونم. بعد یه آقای حالا اومده شهادت بده، ماسک زده، عینک زده، کلا زده، ماسک اینجا. نمیخونه آقا خانم، این چیزا نمیخونه با هم. مثل اینه که من بیام بگم دو دوتا هشتا، این دو تومنه بگی، این دو تومنه بگی، هشت تومن به من بده، شما دو تومنه میگیری، ولی میگه آقا این که هشت تومن نمیشه، نمیخونه.
آقای ضیا مصطفی زاده هر جا هستی دوستان احوالتون پرسن. آقای خسرو بهرامی چند روزی است که در ویرجینیا است، از روز یادم نیست 3-4 روزی میشه الان، و ایشون احوال شما رو پرسید، دیگران احوال پرسیدن. ولی بریم حالا یه دوست دیگه احوال آقای یزدان خدا بندلو رو از من پرسید. گفتم والا 3 ساله من از ایشون خبر ندارم. قبلا توی فیسبوک یه فعالیتایی هم داشت، ولی الان توی فیسبوک بزنید اسمش به جایی نمیره. دوستانی که صفحه فیسبوک دارید، شما وقتی زنده هستید میتونید به دخترتون، پسرتون، همسرتون، دوستتون چیز کنید، اجازه بدید که وقتی شما یه اتفاقی افتاد، برات به اصطلاح مردی، فوت شدی، فلان اینا، اونا بنویسن آقا فوت شد، که دیگه مردم فوشت ندن. من اون موقع این اختیار رو داده بودم به سعید، بعد دیدیم سعید سر 40 دلار چه آبروریزی، گفتیم که حالا ما اگه چیزی که داشته باشیم سعید دوباره بگیم میخوان، بعد بگیم آقا اینم میخوای برداری جز اونا، بگی پول نمیدم یا پول بدی. خیلی کار زشتی بود. خب مرسی دوستان، نظر شماها راجع به این دادگاه ها چیه؟ بالاخره آمدید. خیلی عذر میخوام، چون من میخواستم با این دوستانی که از آریزونا اینجا هستم خداحافظی کنم و ساعت یک کمی به هم خورد و اینها، و ممنونم که شما سیستمت رو یه جوری گذاشتی که وقتی ما میایم شما هستی. سلام به آقای زمانیان، ایشون هم اینجا هست، و آقای غلام رضایی هم هست اون ویدیو. اولا آقای شاهین خان، نه فقط شما اینجوری، دیدم تو ایران حتی خونه هنرپیشه‌ای که نشون میده خیلی عکس خودشونو بزرگ میکنن میزنن. این دیگه چه دردی بوده افتاده تو جامعه ایران؟ حالا قدیما وقتی یکی فوت میشد عکسشو میزدن، که اونم اشتباه بود. آقا تو تا عکس کوچیک ماشاءالله شاهین میاد میشینه این بالای سرش، میگم آقا شاهین بزرگم اینجا نشسته. بعد اینقدر توضیح دادی ولی اون ویدیو خیلی کم بود، یا اونجایی که من نگاه کردم با تلفن بود، شاید اشکال داشته باشه. دوستان این ویدیوها بعضی وقتا کوتاه میشه، میپره، درست منتقل نشده. یک کمی بیشتر دقت کنیم که این چیزا پیش نیاد. کلن برنامه شما همینجوری بوده، اون ماموره نگاه میکنه، شما گفتی عکسش چی؟ مجتبی مصطفی. بعد نگاه میکنم اینه یه خانمی جلوش وایساده، بعد شما گفتی بله معامله رو برده قطع چی میگن؟ آقای اکبر، آقای بوشهری بیاد اینجا، ممنونم. هم برنامه رو تماشا میکنن، هم زحمت میکشن، پیام میذارن. دوستان بهترین سیستم ارتباطی که شما میتونید با تلویزیون مردم داشته باشید اینه که یه برنامه رو که میبینید، این روزا هم که همه چی مجانیه، واتساب مجانی، فیسبوک مجانی، با واتساب یا فیسبوک پیام بذارید، پیام ویدیویی بذارید. شماره اون هم اینه 202، اجازه بدید من بیارمش، افکت 6 اینه 202-695-2573. اینو هم با تلفن معمولی میتونید بگیرید، هم با دستگاهی که واتساب داره. ولی حالا بریم با پیام آقای اکبر آقا رو گوش بدیم. این هست آقای سربی، سلام و ارادت. در صورتی که قابل پخش باشد پیامم پخش بفرمایید. لباگاه بوشهی، همواره سلامتی و موفقیت شما و خانواده محترم خواسته قلبی ماست. آقای کردار در امثال حکم ده خدا آمده، یعنی تیر از ترکش رستمیش نه بر مرده بر زنده باید گریست. نفسه از فردوسی، من چندین شاهنامه مطالعه کردم، چنین شعری را ندیدم. آخرین شاهنامه چاپ شوروی از زنده یاد دکتر حسین طبیب دندان پزشک گرفتم، در آن هم نبود. 126 شعر که با گریست خط می شد با خط و خوش نوشتم، چنانچه شما اطلاع دارید ممنون می شدم مرا با خبر سازید. متشکرم. مادر آدیسون زن فهمیده‌ای بود، گمان نمی کنم فرزند چنین زنی کلاش باشد. مادرش او را به مدرسه برد،
بعد از چند روز نامه دریافت کرد که فرزند شما کودن است، در خانه نگهداری کنید. فرزند از مادر پرسید چه نوشته؟ مادرش گفت مدیر نوشته فرزند شما نابغه است، او را به مدرسه نفرستید. سالها بعد از مرگ که مادر همون نامه در شکاف میبیند و به مادرش افتخار میکند. آدسن مختره لامپ بود. مستر یورک انگلیسی قسمتی از آمریکا کشف کرد، اسم خودش روی اون منطقه و سپس نیو جلو اون گذاشت، شد نیویورک. با تشکر. ممنونم از شما. من یه دو سه تا چیشو اصلا متوجه نمیشم راجع به چی بوده. مثلا اون شعری رو که مال فردوسی گفتید، اینا بهتره که چون تو برنامه‌هایی که ما پخش میکنیم یه چیزی میگیم، یه دوست دیگه مثل آقای کردار یه حرف میزنه یه چیزی میگه، بعد شما اگر بگید که مثلا تو برنامه فلان روز که اینو گفت این، اون متوجه نمیشم که 220 و اینها و ماجرای فردوسی به این سادگی که این دوستان فکر میکنن نیست که هر کسی بیاد بگه نمیدونم پدر زبان فارسی فردوسی اینها. تازه آقای کردار حالا اومد یک جعبه دیگر رو باز کرد و گفت اصلا فردوسی منظورش عربان نبوده، منظورش این ترکا بودن که گفته که بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی، منظورش اینها بوده. خب آقای غلام رضایی میگه این عکسی که گذاشتم اونجا داستان داره، اینو من قبلا چاپ کرده بودم، حیفم آمد بی مصرف باشه، گفتم پول دادم، ولی من همیشه انتقاد پذیرم، درستش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای زمانیان خیلی قشنگ نوشته، نوشته بهترین شهادت دادگاه حمید نوری شهادت باسن سعید بهبانی بود. اینه، بلند شده طرف از کالیفرنیا، سعید بهبانی که از کالیفرنیا خونش هم میخواد بره، اگه پول تاکسی نداشته نمیتونه بره، پولش دادنش، خرجش دادنش، بلند شده رفته سوئد، مرده که اونجا که رسیده تنبونش کشت پایین کونش نشون بده. خب شما از این دادگاه و افرادی مثل این که میرن، حالا از اون ایرج مصداقی که میاد با اون خنده ملیحش، همش امیدش اینه که تالو یه فیلمی قرار بازی کنه و یه کتابی قرار بنویسه. آقای مصداقی از خودت خجالت بکش، تو سالها سخنگوی بلنگوی همین مجاهدین بودی، حالا اومدی بیا دو تا حقیقتو بگو، برو دنبال کار دیگه، نمیخواد از این شنگول بنگول بازی ها در بیاری. بمانه. ممنونم آقای اکبر آقا و خیلی ممنون، متشکر. دوستان امروز در ایران در به اصطلاح استان و هرمزگان بندرعباس و اینها چندین زلزله و پس لرزه و اینها اومده و شما میدونید وقتی که زلزله نزدیک یه جایی میاد که آب هست، بعدش اون ماجرای این زمین لرزه ها زیر آب هم هست که اون یه طوفانی درست میکنه، بهش میگن سونامی، که تو ژاپن و اینا دیدی، چون ژاپن همش آب اطرافش، اونجا چه خرابی هایی به بار آورد و حتی اون نیروگاه اتمی رو داغون کرد و اینها، و فیلم های زیادی روی الان فیسبوک گذاشته بودن از این زلزله که اومده که ماشین های کامیون وایستدن اونجا، اصلا این ماشین های کامیون اتاقاشون اینجوری تکون میخوره اینا، خیلی وحشتناک، کوها ریزش میکنه، تپه ها ازشون خاک بلند میشه و شدتش به 7 ریشتر هم نرسیده، زیر 7 بوده، ولی خب میدونید خونه های ایران برای زلزله ساخته نشده، از خاک و گل و اون، حتما آقای اکبری یادته زلزله قیر و کارزین لار و اینها چه مصیبتی مردم شیراز داشتن، بعد وقتی اومدن درست کردن اومدن خونه ضد زلزله ساختن بغل بیمارستان سعدی که البته گفتن این نمونه است، بعد رفتن اونجا بسازن اینا. آقای اکبری میگه اون نشنال گارد میشه گارد ملی، صحبت من اینه که ما داشتیم همچین چیزی گارد ملی؟ من نمیدونم، اگرم بوده بعدن شاید اومده و اینها، ولی اون موقع که من بودم ما چیزی به نام گارد ملی یا نداشتیم یا من نشنیده بودم، نشنفته بودم. خب این آقا محمد هم اینجا صفحه شو
ببندیم، برگردیم اینجا و گویا یه برنامه هست برای آقای بنی‌صدر، مراسم 40 زنده یاد بنی‌صدر در 29 آبان 20 نوامبر. این رو آقای موثقی نوشتن و آقای موثقی اگه اشتباه نکنم آلمانه، ولی خب اروپا همشون نزدیکن. فکر کنم رفته بود توی مراسم خاکسپاری آقای بنی‌صدرم شرکت کرده بود و گفتم که امروز 14 نوامبر هست و 23 آبان اینو خط بزنم، پیام اکبر آقا رو اینجا نوشتم پخش کنم، پخش کردم. و به نظر شما تو این 21 قرنی که ما خبر داریم و تاریخی نوشته شده، چه راست چه دروغ، چه جنایتی بزرگترین جنایت بوده در حق بشریت، نه در حق کلیمیا، نه در حق آلمانیا، نه در حق هلندیا، در حق بشریت، بزرگترین جنایت در حق بشریت به نظر شما چی بوده؟ اینجا بنویسیم. بله، میگه گارد ملی ما را میگفتن گارد شاهنشاهی. آقا اون که به درد عمش میخورد. اتفاقا هم آقای دادرس، فرامرز دادرس توی گارد شاهنشاهی بوده. ارتش ایران را هم به اشتباه گفتن ارتش شاهنشاهی و دیدید که دوبار ارتش ایران آبروی خودش رو برد. ارتش که نباید شاهنشاهی باشه، ارتش باید ملی باشه، ارتش باید مردمی باشه. و خب آقای شیخی هم اینجاست، منم سلام میکنم به شما. خب آقای اکبری میگه گارد ملی ما رو میگفتن گارد شاهن، غلط بود و غلط هست. و یه نفر نوشته بود برای من یک ایران سپاس، نوشتم آقا مگه ما واحدی هم داریم؟ مثلا من بگم یک تگزاس تشکر، یک مریلند، چرا این کار میکنی؟ نوشته بود برای که ایران برای من یک جهانه و بعضی ها میگن یک جهان سپاس، من گفتم یک ایران سپاس. گفتم مثل این که بعدم من بگم شیراز برای من یک جهانه، به جایی که بگم یک جهان سپاس بگم یک شیراز، یکی دیگه بیاد مال مردش باشه. اون آخه نکنید این کاری، کار زشتیه. حالا احساساتی میشین شور حسینی براتون نداره، این زبان فارسی، دیگران هم باید بفهمن شما چی میگین. وقتی حرف میزنید منظورتون رو میخواین منتقل کنید، وقتی حرف بزنی کسی نفهم. برای همین آقا نوشتم، کیا یادشونه تو کلاس دهم من یادم آقای افلاطونی معلم انگلیسی ما بود و توی هنرستان اولین سالی بود که این کتابای انگلیسی یکم پهن‌تر و یعنی مال هممون متحد شده بود، یه رواق شده بود. چون وقتا هر کسی دو تا چیز چاپ میکرد میگفت اینو بلد بود میمد درس میداد. و توی این یه داستانی بود، گفت یه آقایی تصمیم گرفته به این میز بگه قاشق، به صندلی بگه نیمکت، به پنکه بگه اجاق گاز، به تلفن بگه نمیدونم سیخ کباب. خب همه رو گفتی، ولی حالا وقتی حرف میزنی بگی من این سیخ کباب رو گذاشتم تو نمیدونم، اینا که کیش که نمیفهمه تو چی میگی. آقای افلاطونی داشت اینو میگفت و بعدش هم گوگو هر یه زبانی که بیشتر یاد بگیرید یک انسان دیگه هستید. و اینو من موقعی فهمیدم که یکم آلمانی یاد گرفتم، اینجا که اومدیم انگلیسی یاد گرفتم، دیدم الان میتونیم ادعا کنیم که آقا من 3 نفرم. یه جایی اگه یکی آلمانی حرف میزنه 2 کلمه میتونیم بفهمیم، انگلیسی حرف میزنه 2 کلمه بفهمیم، فارسی هم که قربونش برم حالا نمیفهمیم، یک مردش تشکر، یک شیراز. خب از قدیم گفتن یه دنیا ممنون متداول بوده، حالا متجددش کردن. خب اونم غلط بوده، اونم کسی نیومد به ما بگه بگید خیلی ممنون متشکرم. یا دیدید الان میگه 100 سلام، 1000 سلام، اما واحد سلام که این نیست که، یا خیلی خیلی سلام برسونید. خود ما هم به اشتباه میگیم، یعنی چی خیلی خیلی؟ یعنی مثلا من میرم داداشم میبینم میگم دوست شما به من گفت که خیلی خیلی سلام برسون، بعد اون میگه خیلی ممنون، دوباره 2 دقیقه دیگه میگم گفته خیلی خیلی سلام برسون، پس بازم باید بگم. طرف میگه آقا این دیوانه شده، میگین یا تو آفتاب وایساده یا سرما. دیروز چنان سرمایی در واشنگتن بود که من همچین سرمایی توی خرم‌آباد و توی کرمانشاه ندیده بودم. امروز یه کمی با انصاف‌تره. خب تا یادمون نرفته بگیم که بزرگترین جنایت در حق بشر این بوده که بهش گفتن یه بهشتی هست، یه جهنمی هست.
و اون رو از دنیای امروز غافل کردن، از چیزایی که میتونه امروز لذت ببره، کارهایی که میتونه انجام بده برای درست کردن این بهشت روی کره زمین غافلش کردن، بردن مشغولش کردن بیان سنگ بزنید به شیطان. او یکی دیگه میگه امروز صبح یه شنبه اینجا تلویزیون رو باز کرده بودم، مرده که میگه 58 دلار به من بدید براتون یه تخم یه چیزی رو بکارم، من نمیدونم میخواد تخم خدا رو بکاره، یه تخم سید بکارم، اون وقت بعد میگه مهمم نیست، اگه پولم ندارید برید از کردیت کارتون بگید. یادتون باشه بزرگترین جنایت در حق بشر این ایجاد ادیان و مذاهب و اینا بوده. حالا ببینیم از روز که اکبر آقا ایراد گرفته میگه دین جمعش ادیان نمیشه، حالا میگه ما نمیدونیم چی باید بگیم، دین ها باید بگیم. از روزی که اینا رو درست کردن و از روزی که به شما قول دادن اینجا مهم نیست، برو یه دنیای دیگه، اونجا بهشت بهت میدیم، تو اینجا رو بده به ما، ما استفاده کنیم. خب اگه بود شما پدر سوخته ها چرا خودتون برای خودتون رو درست نمی‌کنید؟ بله میگه پاینده و خونسردتر دارم تاریخ ایران رو، 4 بار مغول ها حمله کردن به ایران، تاریخ ایران پر از جنگ و جنایت و غارت است و در جامعه‌ای که کوروش جانی و کشورگشا و شاه شاهان یا دیکتاتور جهانی مسیح و از طرف خدا می شود، از طرف همه مذاهب و بنیادگذار حقوق بشر، از طرف ایران پرستان، کارمان و حالمان خیلی خراب است. آقای تبار پاتو از گلیم خودت دراز نکن، کارمون خیلی خرابه. این چیز منه، چی میگن اسلوگن یا ترید مارک منه، ولی خب این چون شاعره، اینایی که شاعر هستن نویسنده هستن وسعت دانششون راجع به لغات بیشتره. خب این اومده زرنگی کرده میگه حال ما هم خیلی خرابه. حالا حال ما خیلی خرابه رو میدیم به آقای سبا تبار. آقا این دوست شما آقای تبار، من همیشه خودم میگم وقتی یه نفر رو معرفی میکنی به یکی، اگه خوب شد اصلا یادشون میره از ما تشکر کنن، ولی اگه بد شد اشکالی پیش اومد فوری میان گله میکنن. این دوست ما با چنان نیروی، آقا کوروش گل با چنان نیرو و انرژی، اینجوری میکنم اونجوری میکنم، گفتیم خب شما اگه اینقدر انرژی داری حالا فقط تلویزیون مردم و لیف صابون نزن، اون مردم ریپورت دات کام هم اینجور و اونجور و اینا، گفت باشه و برام با واتساپ بفرست و من با واتساپ بیشتر کار میکنم. بعدم هیچ خبری نشد. البته میدونم اینا که یه نسل از من و شما جوانترن، خیلی گرفتارترن و به قولشون اصلا نباید ما به اصطلاح فکر کنیم که اینا میتونن اون قول رو نگه دارن. در اصل من از شما ممنونم، از طرف منم از ایشون تشکر کنیم، بگید آقا خیلی ممنون مرحمت فرموده ما را مس کنید، ما که سربیم نخواستیم طلا بشیم، همین مرحمت فرموده ما را مس کنید، نگرفتی تماس نخواستیم، همینجور میریم. دوستانی که تو کار وب هستن، وب ساختن و دیزاین اینا، الان اگه برید مردم tv.com رو نگاه کنید میبینید یه اد گوگل میاد، ولی یه قسمت به اصطلاح سمت، اگر از روبرو نگاه کنید سمت چپ وبسایت ما رو فلج کرده، اونجا هیچ چیزی نیست. اینایی هست که سکته میکنن یه بر صورتشون فلج میشه و اینها، ما فعلا اینجوری شده، خود منم میترسم دست بهش بزنم. میگه محمد ایرانی، باورتون میشه فقط نوشته محمد ایرانی، آها فرنز ریکوست، ببخشید کانفرم، ما خوشحال میشیم دوستانی مثل شما داشته باشیم و شما هم قبول کنید که اگر یه چیزی رو شما میبینید ممکنه من یه جوری دیگه ببینم. من بارها گفتم، البته الان این کاغذه رو که اینجا دارم دو طرفش آبیه، ولی اون وقتا داشتم یه چیزی که این ورش مثلا سفید بود، این ورش همین صفحه آخر این سفید بود، این ورش آبی بود، اینو به شما نشون میدادم میگفتم چه رنگه، شما میگفتی آبیه، من میگفتم آقا به دین به مذهب به هر کی میپرسی سفیده، چون جایی که شما نشستی اینو آبی میبینی، جایی که من نشستم اینو سفید میبینم، ولی اگه یکم ببریمش دور که هر دوتامون ببینیم، هم شما میتونی سفیده که من میگم ببینی، هم من آبی رو ببینم، یکم همدیگر رو تحمل کنیم که فرصت داشته باشیم اینو ببریم دورتر دوتامون نگاه کنیم، یا شما یه روزی قشنگ بگو آقا تو بیا جای من بشین، من میام جای تو میشینم. دیدی میگن خودتو بذار جای طرف، آمریکایی‌ها میگن put yourself in my shoes. همیشه میخندیدم میگفتم یعنی چی خودتو بذار تو کفش من،
ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم خود تو بذار جای من، درسته؟ ولی آمریکایی‌ها میگن خود تو بذار تو کفش من. حالا یعنی بله. میگه یک جهان سپاس تکیه کلام مردم عزیز افغانستان است. آقا خانم فکر کنید افغانستان چی میشه؟ این طالبان هی تلاش میکنه که بگه بابا ما آدمای پیشرفته ای شدیم توی این 20 سال، بیاین بهمون پول بدید، دارو بدین، قبولمون کنین، سفیر بفرستین، ما سفیر بفرستیم. همه میگن نه خیر آقا شما سابقتون بده. خب یه خانمی نوشته بود که اینجا یزدان خدا بندلو، دوستان اگه کسی ازش خبری داره، چون بعضی وقتا میبینید یه نفر از فیسبوک غر میکنه تو توییتر فعاله، ولی من توی توییتر و توی لینکدین و توی چیز فیسبوک دیدم خبری نیست. البته اینستاگرام و چند تا چی داریم، اینستاگرام و تلگرام اینا نرفتم. به احتمال زیاد اون دوستی که دنبالشون میگرده شاید ایشون توی تلگرام باشه، چون خیلی ها فکر میکنن آقا امروز بری تو تلگرام فردا چندین هزار نفر میان میبیننه. همین آقای یزدان خدا بنده رو میگو آقا من این ویدیوها رو میذارم تو گروه هایی که 40,000 نفرن. میگفتم خب شما برو ببینم چند تا بیننده داره. از این هفته میذاشت تا هفته دیگه 9 نفرم نمیرفتن ببینن. این چی میگن الگوریتم، الگوریتم که نیست الگوریتم، این شماره ها و اینها شما نمیدونید چه پدرسوخت بازی توش هست. این گروه 40,000 تا، دیدین همین مسیح علی نژاد یه گروه درست کرده بود یه شبه 250,000 نفر، ولی میبینیم همشون مال این برورن، پول دادن این شماره ها رو خریدن. در صورت خیلی از دوستا هی میان میگن که آقا ویدیوهاتو بذار روی یوتیوب، اینجوری وقت داری میری جاده اینجوری. گفتم آقا این پولا نیست توش. یه دوستی باز میگفت که این آقای جواد جوادی 450,000 دلار ساخته. گفتم نوش جونش، شما ببین خودش و زنش چقدر وقت گذاشتن، چقدر مواد میخرن، نه مواد استفاده، مواد غذایی میخرن، چقدر کار میکنن. بعد برید ببینید خودش چی گفت. خودش گفت من ماهی 2500 دلار میدم به یک کسی که ادیت کنه برنامه‌مو. خب یه نفر این، یه نفر همسرش یک سال خورده دارن کار میکنن، گیرم که 450,000 دلار هم درآوردن. فرضمونو نمیذاریم بر اینکه اومده رو کم کنی کنه برای ایرانیایی که بخیل هستن. چرا این انقدر میسازن؟ گفته باشه حالا گور پدرتون، من میگم 450,000 دلار. حالا امیدواریم یقش نگیرن بگن گفتی پس باید بیا مالیاتشم بدی. در صورت ما نتونستیم، ما روی یوتیوب اصلا بعضی ماها 20 دلار 30 دلار اینجوریه، و روی وبسایت هم که از موقعی که وردپرس شد خراب شد. یکی از دوستان گفت وقتی ایرانی هست، فکر کنم همین آقا کوروش بود، آقای تبار گفت وقتی ایرانی می‌نویسی و اینا اصلا گوگل میگه بابا ولمون کن. یکی به دلیل تحریم، یکی میگه ایرانی‌ها نه اهل خرید چیز هستن نه اهل بزنن و لایک و لینک و اینا رو تماشا کنن. خب پس شد بزرگترین جنایت علیه بشریت اینه که میگه امروز تو حال و احوالت ول کن، وقتی مردی ما به گو آقا من نمیفهمم توی این لیوان تمیز شراب خوردن چه اشکالی داره که خدا امروز به ما میگه شراب نخور، وقتی مردی من تو جوب بهت شراب میدم. خب خود من میدونم، شما میدونید توی جوب اگه شراب روون کنی برگ و خاک و گل و شن و اینا میاد، بعد یکی هم اینه اون زودتر از شما اون بالا شراب خورده اونجا هم جیش میکنه توش، حالا شراب شما میشه شراب جیشی. چه میدونم والله این مزخرفات، اصلا آدم تعجب میکنه چه مغزای بیماری بودن اون چیزها رو ساختن. شیر و عسل توی جوب آب، 70 تا زن قد بلند 70 متری، این دستگاهی به شیرازی میگفت خودش یه کوتوله‌ای بود، فامیل دور ما هست، شما اگه برید نگاه کنید خواهر دستگاهی زن عزیز سربی بود که اینا فامیل مردرم عوض کردن. وقتی انقلاب شد رفتن گذاشتن عزیز دستگاهی که بگن ما هم شهید دادیم، ما هم کشته دادیم در 1342. بله آقای زمانیان میگه فائزه هاشمی امروز در کلاب هاوس 45 تا بازدید کننده داشت با 5 ساعت صحبت کردن. یکی نیست به این زنه که بگه برید دیگه گم شید. شما بابات با همین سیستم بوده، اومده خورده برده، الان شما چند تا زالو
میدونید که میگن ننگ بر ستمگر، بعد میگن که نه شاه میخوایم، نه رهبر، نه بچه، نه توله های اکبر. توله های اکبر اینا هستن، فائزه و مهدی و اون یکی دیگه چیه، میسم، نه یه چیز دیگه. برید آقا دنبال کارتون دیگه، این همه پول بردید و فلان، نقل خونه ببینید را فائزه چی میگه، یه خونه اینجا خریدم بعد به اون یکی گفتم بیا حالا اینو فلان کن، نه این خونه زن داداشم، اون خونه فلانه. آقا خدا من، ولی اینا باید بترسن که بعد چه به سر اینا میاد. حالا این شاه و فرع و اینا شانس آوردن، اون که در رفت بعدم مرد به مرضی که قبلش دوچار بود، فرع هم که همجور دودکشه دیگه، این چیمنیه، چیمنی یعنی دودکش، داره برای خودش میچرخه. ولی اینا فکر نمیکنم تو این عصر و زمان اینترنت و ارتباطات بتونن در برن و بتونن به سادگی چی میگن بخورن و خوش باشن. آقا رضا پهلوی 40 چند سال یه روز کار نکرده این مردک، بعد هم همینجور داره میچرخه، از این عروسی به اون عروسی، از این خوشی به اون خوشی. اون روز آقای انصاری عکسی گذاشته بود که انصاری و رضا پهلوی در قطب شمال، گفتم آقا این مردک اونجا بن میکردی بلکه مثل خرس بخوابه، چون اینجا هم که کاری نمیکنه که، داره همینجور مثل زالو میخوره از مردم، حالا یا از ایرانی ها، به احتمال زیاد از ایرانی ها، چون کسای دیگه اینا نمیتونن، اینا تازه از حق ایرانی ها گرفتن دادن به دیگران. آره یه خانمی به نام ندا حالا نشته بود قدیمپور، حالا نمیدونم قدیمپوره، نمیدونم خادمپوره، ندا قدیمپور توی لینکدین بود، بعد نوشته بود که رفته بود یه جا استخدام بشه، بعد گفته بود وقتی رفتم دیدم دارن چی جا به جا میکنن و اینها، بعد ایراد گرفته بود، بعد گفته بود وقتی که اومدن باش مصاحبه کردن بهش گفتن که دو تا زامن نمیدونم فلان داشته باش اینها، بعد نوشته بود حالا شکر خدا که من خانواده خوبی هستم و محترم هستم و فرهنگی هستم و آوردن زامنم برام اشکالی نداره، و ولی من شنیدم به غیر از زامن وقتی که استخدام میشه ازش هم سفته میگیرن خیلی ها. اینجا شما وقتی میخوای استخدام بشی، بعضی شرکت ها میگن به مجرد اینکه استخدام شدی ما به شما ادوانس میدیم. ادوانس یعنی مثلا حقوق 15 روز 10 روز تو میدن اگه میخوای بری ماشین بخری، اگه میخوای منتظر بشی اون شرکت که براش کار کردی حقوق تو ممکن نگه داره که بدهی نداشته باشی، کردیت کارت چیز دست باشه، ادوانس. ادوانس یعنی پیش پیش بهت میدن. اون وقت تو ایران میگه طرف میخواد بره کار کنه، ما یه فامیلی داشتیم توی روزنامه کار میکرد، ازش سفته گرفته بودن، بعد این وقت میخواست بازنشست بشه یه بار میرفت و برمیگشت سفته رو پس بگیره. این سفته یا سفته اینجا بالاخره ما فهمیدیم بهش میگن پرامیسری نوت، ولی پرامیسری نوت که دولت توش درگیر نمیشه، صدها هزاران قرارداد بین مردم بسته میشه، میخواد خونه اجاره کنه، میخواد پول قرض بده، امضا میکنن، یه شاهد دارن فلان اینا. اینا اگر بد بشه وقت میرن به دولت یا به دادگاه مراجعه میکنن، ولی این تخم لغ رو کی شکنده تو ایران؟ من یادم تو زمان شام داشتیم سفته، بابای من هم همیشه میگو این نوروز وقت داره، نوروز دیرتر پولش میفرسیم، پول نداشت بده. خلاص اینو کی آورده؟ از کدوم کشور؟ چون ما که نداشتیم این سیستم دادگاه و اینا رو کپی کردیم، اینا از کدوم کشور اینا کپی کردن آوردن؟ که شما میری یه پولی میدی، تم باطل میکنی، سفته رو میخری، بعد میای، بعد شما از من طلبکاری، ولی اگر من پولتو ندم دولت میشه طرف من، میگیره طرف میندازه زندان. میگه فائزه، مهدی، فاطمه، محسن، یاسر، دنبال یاسر میگشتم، توله های اکبر، فائزه، مهدی، فاطمه، محسن، یاسر، مردک 5 تا بچه داشته. خب معلوم اینا کاری ندارن که، اون یکی احمق میگفت فرزند کمتر آسایش بیشتر، خودش 5 تا بچه که میشناسیم داره، چند تام سر به نیست کرده و چند تام نمیشناسیم و حقوق میداده و براشون خونه میخریده، اینم که تبلیغ میکنه میگه یه بچه دار باشه بهت پول میدیم 1,000,000 هنوز هم میدن. خب آرزوهای اعراب شده بهشت، دقیقا شمال ایران ما آرزوی امثال، میگه دقیقا شمال ایران ما آرزوی امثال محمد عرب بود. فکر نمی کنم محمد عرب اومده بوده دیده بعدن بگی بخوام برم اونجا.
این داستان ها آقای شاهین خان خودتو محدود به اسلام نکن، یکم برو عقبتر میبینی مسیحی هم همین آشقالا رو دارن، یکم برو عقبتر میبینی زرتشتی هم همین مزخرفات رو دارن، کلیمی هم همینو دارن. حالا نمیدونم این بودا چجوریه که میاد میگه شما در حال زندگی کن و اینا، بعدش هم میمیری میشی سگ یا نمیدونم میمیری میشی فرشته، اینا نمیدونم که اونم یکی بهش میگه آقا این 8 میلیارد الان از کجا اومده. و یه دفعه داشتم چی میخوردم گفتم الان دیگه سیرم، ولی اگه بخورم فکر کنم بعدش اذیت میشم. طرف گفت خب نخور اذیت میشی، گفتم نه ولی بودا گفته در حال زندگی کن، من حالا حال میخوام بخورم، خوردم بعدم دل درد گرفت. خب سفته همون نوتورایز قرارداد هست؟ فکر نمی کنم. نوتورایز شما پولی نمیدی به بانک، شما اگه بانک حساب داشته باشی اون برات مجانی نوتورایز میکنه. نوتورایز یعنی محضریش میکنه، یعنی اون فقط گواهی میده که آقای نعمت الله این سوربی که اینجا امضا کرده سوربیه، من اینو میشناسم به حساب بانکیش یا میشناسم به گواهی نامش، الان گواهی نامش آورد نشون من داد. اون نوتورایز اونه. $2 اگه حساب نداشته باشی $2 میگیره، آخرین پولی که من بابت نوتار دادم $2 بوده، اونم موقعی که بوده یه جایی بوده مثلا حساب نداشتم، والا اینجا تو بانک جای دیگه کجاست توی اداره دولتی طرف میاد میگه که کی امضا کرده، اصلا قراردادارم نمیخونن بین من و شاهین یا بین من و آقا امیر. اگر قراردادی باشه اونی که اون قسمت پایین امضا میکنه هیچی نمیخونه، اون فقط تایید میکنه که من منم. این از امو سوربی. همه دنیا یه جوری اسمش فرق داره، مثلا تو آلمان جشن فانوس دارن برای بچه ها راهپیمایی میکنن با فانوس، همون رو ما مسلمان ها داریم بهش میگیم شام غریبان، این هم است. حالا یکیش برای خوشیه یکیش برای تو سر هم زدنه. همینجا چند مدت پیش جشن هالووین بود که فکر میکنن ارواح تو خیابونا هستن، بعد شما در واز کن بهش شکلات و آب نبات بده این دست از سرت ور میداره. حالا همینو میگن ما به ایرانی داشتیم قاشق زنی، همش از اینه که یه مش گشنه گدا بدبخت قاشق زنی. یعنی چی؟ چرا چادر مینداختن سرشون میرفتن از همسایه ها خوراک گدایی میکردن؟ چرا با ظرف میرفته قاشق میزده، یعنی قابلمه من خالیه، اون میمزد تو قابلمش چی میریخته، یعنی گدا بوده طرف خوراک نداشته فلان اینا بماند. اینا رو به امید روزی که همشون برداشته بشه، ولی هیچ عیبی نداره. جشن درخت، جشن نمیدونم سبزی، جشن رسیدن بهار، جشن رسیدن تابستان، جشن تموم شدن تابستان، جشن نمیدونم آمدن پاییز، همه اینا رو بذارم. ولی این مزخرفاتی که نمیدونم این مشتی دروغ، مثلا کریسمس طرف الان میاد تو کوچه های اینجا از حالا اومده چراغونی کرده، من میخوام یه دفعه وایسم میگم آقا پوفیوز، تو وقتی بچت 15 روز دیگه دنیا میاد، میاد از حالا براش بادکنک و فلان اینا بزنی، ماکسیموم یه شب مونده بهش خونه رو چی میکنی، بعدم یه کادوی بهش میدی. این چیه؟ مسیحی که هیچ کدومتون ندیدین، مسیحی که اصلا مال اینجا نیست، یه عکس قلابی آوردین گذاشتین شده یه سفیده چشمابی موبلون، در صورت که بتلهام کجا بوده؟ توی میدل ایست، یه سیاه برزنگی بوده اونم مثل حضرت علی. اینو کیا درست کردن؟ اون کی بوده رفته همین قسطنطنیه چی میشه؟ کانستانتین. این بود دیگه مادرش فرستادش، حالا مادرم خدا میدونه چه خطاهایی کرده که پول داد به بچه برو دو، یه همچین داستانی شنیدم. برید بخونید اصلا ماجرای این مسیح 300 سال بعد 400 سال بعد راه افتاد رفته. ما امروز کاغذ مینیسی فردا نمیتونی پیداش کنی. تو اون دور و زمان اینا رفتن داستانا رو آوردن، بعد چه قشنگ دور میز نشستن، این شراب خور اون فلان خور. چه جوریه یه دفعه توی بتلهام آقای عیسی مسیح نشسته دور یه میزی با اون قشنگی و بلندی و اینها؟ اون وقت همین عیسی مسیح تو طویل مادرشو یوسف جان چیز کرده، یوسف نجار. اینا نمیخونه با هم، اینا کج و موجه. من به اینایی که میگن خدای هست میگم آقا خدا هست، خدایی که اینو به وجود آورده میدونسته این میخواد این کارا رو بکنه؟ میگه بله. میگم پس خدا مریضه دیگه. یه شیخی الان گذاشتن توی ویدیو هست
مال هر وقتی، مال زلزله. میگه این زلزله و اینها خدا میاد که ما رو بیازمایه. یه زلزله پس لرزم و میاد مرد که خودش اول فرار میکنه، یکی بگی خب جاکش بشین اینجا، میخواد داره آزمایشت میکنه، میخواد ببینی چقدر میتونی تحمل کنی. بعد این چه خدای مریضیه که همه جا ما رو میخواد آزمایش کنه، سختی ها میخواد ما رو آزمایش کنه، نداری ها میخواد ما رو آزمایش کنه. خب یه دفعه بری پولدار مولدارا رو آزمایش کنه، پدر اونا رو در بیاره، پولشون رو بگیری بده دست فقیر فقرا، ببینه بازم به خدا ایمان دارن. اینا که همه الان هم ایمان ندارن، نمیخونه. میگم اگه اینجوریه، این خدای این موجود رو درست کرده، خب این مسئوله. اگه اون میدونه که این میخواد چیکار کنه، اگه اون، مگه نمیگین این چی آگاه به هر ثانیه زندگی این همه آدم، خب پس میدونه که الان این مثلا سوربی میخواد بره یه وسیله از کارگاه آقای زمانیان بدوزه، خب این که اگه جلوش نگیره اون مسئوله، نه من. درسته؟ شما بدونه بدونی بچت این سنگ رو برداشته الان یه دوچرخه ای که میاد میزنه بهش، خودت بذار جای خدا، بچه هم خالقت، اوکی؟ اون شما مخلوقی، شما خالقی، ببخشید، شما خالقی، بچه مخلوق شما. میدونی که این بچه کرم داره، دوچرخ سوار ببینه سنگ میزنی بهش. اگر قبل از اینکه دوچرخه برسه بهش دستش نگیری یا سنگش نگیری، کی مسئوله؟ این بچه لوس و نمیدونم نابکار یا شما؟ به نظر من شما مسئولی. حالا چجوری خدا این وسط قصر در میره؟ بعد میگه خواستم آزمایش نکنم، خواستم ببینم توی اون شرابه که تو جوب آب میاد و شیر و عسل هست یکی هم جیش بکنه یا بدون جیش باشه. دیدی اینجا مثلا میگه آیس تی شیرین میخوای یا بدون شکر میخوای، یا مثلا نوشابه با یخ میخوای یا بدون یخ میخوای. خدا هم میخواد ما همه این زحمت ها رو کشیدیم بعد که میریم بهش، حالا شراب بدون جیش بهمون بده یا با جیش بده. خب بله، سه تا زامن بیار، سفته بیار یا سفته بیار که میخوای استخدام بشی. خانم ندا کدیمپور، QADIM، بذار عکسشو بهتون نشون بدم. خانم نوشته های قشنگی داره، ولی به نظر من خب شما وقتی میری یه جای استخدام میشی، شما میتونی از در که میری تو، اگه میبینی اینا نامرتبن، کثیفن، برگردی بری زنگم بزنی، بگی که اصلا زنگم نزنی، بگی شما اینقدر چیز هستین. اینجا نوشت یزدان خود، ها اینایی که خودم جستجو دیدم نوشتی یزدان خداوندلو، گفتم اینی که خودم دیدم. اوکی اجازه بدین، آره صبح اومدم برای اون دوستم میخواستم بگم، گفتم بذار من چیز کنم. ندا کدیمپور، حالا اینو شما، من بهتون نشون میدم، شما من بگید این انگلیسی یعنی میشه خادمپور، میشه قدیمپور، چی میشه؟ select area، اینه، این اسم این خانومه و عکسش و اینها. 400 خورده هم کانکشن داره. بله این خانم ندا کدیمپور نوشته legal contract supervisor at پارسایان یا پارشایان آدم فرم اسکول کمپانی، از این شرکت های چیزه. ماشاءالله ایرانی ها هم که همه 7-8 تا شغل و شغلایی که تایتلش یه کامیون لازم داره، ولی همه هم بیکارن، همه خونه مبان باباشون، هم کارم گیر نمیاد. این جالبه ها، همه شون توی فیسبوک، توی لینکدین، توی تلگرام، توی اینستاگرام 6-7 تا لیسانس و دکترا دارن، 7-8 تا جاب بالا دارن، همه یا CEO هن یا CFO هن، دیگه از مدیر پایین تر نمیاد، ولی همه شون خونه مامانشون هن، خونه باباشون هن، مفت میخورن، مفت میگردن، نق میزن. خب میگه که قاشق زنی کلن تعطیل شده، هیچ احدی اونو انجام نمیده. خب عوض شده، ولی یه نفر نیمد بگه آقا این اصلا بی خود بود، الان اگه ندارین دیگه چیه میرین در شب چهارشنبه سوری خشتکتون آتیش میزنین، از رو آتیش میپرین، وقت چهارشنبه سوری سه‌شنبه میریم، اینا دیگه چیه؟ خب اینم از این. بیاین پایین تر، آقای امیر نعمت الله میگه یکی به فازهای خانم بگه، یا فائز خانم بگه تمام این بدبختی ملت، ملت ایران، دو تا کار پدر شما باعث شد. اول یک آدم بی سواد رو رهبر کرد، دوم سپاه رو تو کاری بزرگ اقتصادی کشور وارد کرد. من یادمه
این اصلا چیز اومده بود، یه خانمی هم باش مصاحبه میکرد رفسنجانی، خیلی لوس گفت ما رفتیم خدمت حضرت امام، گفتیم دیگه اینا راضی شدن عربستان هم چیز بده با اینها، ولی حضرت امام قبول نکرد، دوباره ما جنگ رو ادامه دادیم. ای به گور پدرت. خب به حضرت امام میگفتی آقا این افتخارم میکرد، مثلا جنگ 2 ساله رو کردن اینا 8 سال، 1 میلیون جوون به جای 200,000 تا شد 1 میلیون جانباز. خب این یکی از دوستان آقای شیخی، یکی از اوناست. بعد میگیم من اصلا باور نداشتم که بابت این کار باید پول بگیرم، نگرفته، ولی بعد که احتیاج داره لابدش نمیدن. همین آقای کروبی که خیلی ها میگن سید و نمیدونم اون یکی دیگه چی موسوی، این آشغال کاله هم جز و همین ها بودن دیگه. کروبی جز چیز بنیاد شهید بوده، چه داستان های همون موقع ها که تازه نه اینترنتی بود و اینها، ازش گفته میشد که چی کار به سر این خانواده های شهدا و این بازمانده های شهدا میارن، حق اونا رو، حق اونا کجاست؟ دست بچه های اینا. یکی یکی رفتن، ببینید اوناش که زرنگ بوده مخفیانه داره میره زیر آبی، اوناش که احمق مثل اون ساشا سپانیه چه آره ساشا خب بله، یکی به فواز خانم بگی تمام این بدبختی ملت. اوکی. و اما از سرگیری مذاکرات ایران و طرفهای باقی مانده برجام، بعضی ها میگن این نشونه قدرت ایرانه، اینجوریه اونجوریه. یه دوستی داریم هر وقت میرسه میگه که نگاه کن این عربا سرشون گرفتن پایین، آمریکا هم میزنه تو سرشون. و میگم آقا حالا شما که سرتو گرفتی بالا چی میشه؟ اینا دارن کشته میزنه تو صورتت. اقلا اون احمق میدونه کشته درد میگیره، سرشو گرفته میزنه تو سرش. میگه چیکار کنم آقا، زورم نمیرسه. ولی شما وایسادی قد علم میکنی، اونم میزنه حسابی تو صورته. حالا چه افتخاری داری شما؟ این همه تحریم، این همه ضرر زدن به ایران، به کجا رسیدی؟ مگه اون آقای خمینی نگفت جنگ نعمت؟ مگه اینا نگفتن تحریم نعمته؟ خب آقا این همه نعمت داشتی چجوریه؟ میگی ماشین نمیدونم پراید 16 سال باید تو صف وایسن؟ من فکرم ول شد. این چی نوشته امروز؟ نوشتش پراید 16 سال انتظار، بعد تازه رئیسی هم توش مونده. آقا یکی بیاد راجب ما این آقای محمد آقا که گفت بعد نوشته بود تخریب نکنید. شما درست گفتی، ولی من هنوز نمیفهمم. من خبره که نمیتونم تخریب کنم، تخریب کنم یه خبر، من میگم نظر خودم رو راجع به اون خبره میگم. مثلا خبر اینه که اینجا 2 تا ماشین زدن به هم، نظر منم اینه که مثلا این الاغه تند رفت زد به اون، یا استاپ ساین رو رد نکرد. نظر شما اینه که میگید نه اون اینجوری بوده، نظر اونه که باید بگیم دیگه. که طرف گفت که این یک شعر خوبی داره حافظ، سعدی یا مرد نکو. گفت آقا این که مال حافظ نی. گفت من نظرمو که میتونم بگم که این نظر من. اینجوری شما هستی یا رفتی؟ خب اگه هستی که خیلی خوشحالم که تا این موقع تونستیم نگهت بداریم. اگه رفتی برو بعدن برنامه رو نگاه کن. من یه لینکی هم برای دوستان بذارم اینجا، اوقعی که بیکار هستن بیان توی یوتیوب این ویدیوهای ما رو ببینن. و اما اینجاست میگه ویدیوها. آره یه فیلمی من دیدم، حضرت داوود و این حضرت ببخش، یه فیلمی دیدم به نام سجل، سجلد درسته، ثبت احوال و اینا رو میگفتن سجلد درسته، چون من یه دفعه یه جای خوندم اینی که میگن سجلد، یه جلدش دنیا میاد، یه جلدش ازدواجه، یه جلدش هم میمیری. نمیدونم این درسته یا یه کسی از خودش داره بود. شما این روزا مزخرف‌ترین حرف رو بنویس، زیرش بنویس گاندی اینو گفته، مارتن لوتر کینگ گفته، کوروش کبیر گفته، اون مردی کی بود آفریقایی نمیدونم نلسون ماندلا گفته، یه بدبختی هم باور میکنه. حالا ما این سجل، ولی اسم این فیلم سجل بود، هنرپیشه‌های خوبی هم توش بازی میکردن، ولی یکی از دوستان بهم گفت اون فیلم خیلی قدیمیه، گفت اصلا دیگه هنرپیشه‌ها نیستن الان. یه سری آقای، حالا شما آقا هستید یا خانم هستید؟ سجل درسته، خیلی ممنون. اوکی من اینجا اینو براتون شیر میکنم دوستان. یه لحظه تلفن من هست.
اوکی ببخشید. هلو عاطف، گو اهد. نو پرابلم ات آل، ثانک یو فور لیتینگ می نو. اوکی آی ویل بی دیر انی وی، آی هاف تو دراپ سامثینگ. اوکی شور، ثانک یو، بای بای. آمریکا اینجوریه. اون وقتی من زنگ زده که فردا صبح ساعت 8:30 میای برای ما یه سری کاغذ رو باید ببریم یه جایی امضا بگیریم و فلان اینا، گفتم بله این کار رو انجام دادم قبلا بلدم چجوری. حالا میگه که رو هولده، دارن با هم، این میگه اینقدر، این میگه اینقدر. حالا زنگ زده ولی میگه با همه اینا بیا کارهای دیگه داریم. گفتیم باش. خب این دوستمون آقای محمد ایرانی یا خانم محمد ایرانی میگه هستن، بیا برای ما توضیح بده خدا وکیلی چرا اسمت گذاشتی محمد، بعد فامیلیت ایرانی، بعد عکسی زن گذاشتی، اگه زنی چرا اینجوری، اگه مرد اونجوری. آقا این بابو نوشته سجل درسته، همین اسم رو توی یوتیوب لطف کن با فارسی بنویس، یه فیلم به نظر من قشنگه. اولا یه جورای طعنه میزنه به اینایی که حاجی میخوان بشن و فلان اینها، این ماجرای اسمایی که عوضی میشه یه دفعه. یادتونه اوایل انقلاب چقدر تشابه اسمی بود؟ حتی به جایی بود که میگه آقا طرف اشتباهی اعدام کردن، میگه خب اگه اشتباهی بود، اگه آدم خوب بوده میره بهش، ولی اگرم آدم بدی بوده خب پس ما اشتباه نکردیم دیگه، یا آدم بد اعدام کردیم. این نمیدونم، بذارید من اینو لینکشو بزنم بیاد و این سجلم بزنم. این فیلم رو من دیدم، به نظر من فیلم قشنگی بود. خب فیلم ها میدونید که در کار فیلم سازی باید یه مقداری اغراق کنن، اگه اغراق نکنن اصلا فیلمه به دل آدم نمیچسبه. بله پیداش کردم، فیلم سینمایی سجل اینجا. ممنونم از بابو. بابو شما ببه میگین؟ فرزند رو وقتی بچه کوچیک بود بهش میگفت ببه، مثلا ببه جون بی بشین اینجا. اینم فیلم سجل گذاشتم روی فیسبوک، برید نگاه کنید. و اما هیچ وقت یه ماشین کامیون جلوتون بوده به چهاراک میرسید، نمیدونید حالا اون تو سبز میره قرمز میره، اون تو سبز میره به شما قرمز میخوره، خود اون داره تو زرد میره به شما قرمز میخوره، میدونید چی کار کردن؟ یه چیز بزرگ LCD liquid something هرچ مثل تلویزیون پشت کامیونا درست کردن که هرچی اون میبینه شما این پشت میبینی و میفهمی که چه خبره. دیدی بعض وقتا یه ماشین کوچیک جلوی یه کامیونه، چون اون ماشین یواش میره شما از دست کامیونه ناراحت میشی که آقا چرا جون نمیکنه، چرا نمیره فلان اینا. ولی اگه این باشه که شما تو این تلویزیونی ببینی آقا یه فیات چینکو چینکو بود، چی بود؟ فیات 550. تو ایران می‌دونستی یه مدت فیات تاکسی بود؟ بله قبل از پیکان داتسون بود و فیات و بنز، بهترینش بنز بود، بزرگ و اینها. بعد پیکان که اومد حتی بنزارم زد ملت، گفت آقا بنز چیه، مردیم از بس دنده عوض کردیم، دیزل بود با دنده عوض کردن، گفت پیکان با دنده چار میزنی ترمز دوباره میری راه میفته. بگذاریم، حالا همون پیکان چجوری اخ شد، اخ 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 پیکان چیه. کامیونا به شما نشون میده که اون جلو چه خبره. من اولین چیزی که دیدم به دوستم گفتم حالا میدونی چی میشه، طرف یه ربع ساعت پشت سری رانندگی میکنه یادش میره این چیزی که داره میبینه پشت یه کامیونه، فکر میکنه جادن، گاز میده که بره میره تو زیر کامیون اینها. امیدواریم برای اونم یه فکری کرده باشند. و اما راجع به از سرگیری مذاکرات ایران و اینها خیلی ماجراها هست. خیلی وقتا خیلی دوستان میگن این دادگاهایی که شما این ور اون ور میبینید همش اینه که به یه نوعی فشار بیارن به ایران، ولی اونها که اصلا ککشون هم نمیگزه. طرف ما داستان این چیز آبان، دادگاه آبان، گویا یه نماینده مجلسی گفته اون زده کشته، بیان بگیرینش، یا کی میخواد بیاد. درست میگم این خبرها؟ میدونی آخه روزا وقتی یه خبری میخونی دوست عزیز ما نمیدونیم که درسته یا نه. مادر بزرگم میگو ببه جان الهه، بله دانش زاده، آره ببه
درست میخونم ببه؟ آره ما میگفتن ببه، آبادی هم بیبی دیگه، ببه ببه جو. خب این کاغذ من یادداشتم خیلی کم بود، شماره تلفن آقا کوروش هم نخواستیم آقا میندازیم بره، اصلا این دوست ما اینجوری که قرار شد بره نگاه کنه به ما خبر بده، اگه اینقدر گرفتاره که اولین قسمتش اینجوری و نمیتونه، با همچی کسا کار نکردن بهتره. خب دوستان عزیز، ساعت 3:52 است. ما معمولا برنامه‌مون 2 شروع میشه تا 4، امروز از 2 گذشته بود شروع کردیم، پس میریم یه مقداری از 4 هم به اون ورتر دیگه. الان اون نگران ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد هم باشه نیستیم، چون حسن ارشاد جمعه ها برنامه داشت که اونم الان 1-2 هفته از برنامه نداره، نمیدونم چیه. خب آقای پتیک عزیز یه فیلم میفرستاده، نوشته فیلم جالبی است، آیا این فیلم را دیده ای؟ بعدا نگاه میکنم به شما میگم، ولی یه چند تا از این عکسایی که گذاشتم و یه چند تا از این خبرایی که گذاشتم براتون میخونم. اولا 2 زلزله شدید به فاصله 1 دقیقه جنوب ایران را تکان داد. بعد سیف الاسلام قذافی نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی شد. سیف الاسلام قذافی پسر قذافیه که وقتی قذافی زنده بود این یه مقداری ایراد میگرفت از باباش، حتی به باباش گفته بود که این کاری که تو میکنی، این راه که تو میروی به گورستان است، و ولی باباه اینو آورد درگیر چیز کرد، مجبورش کرد از اون حکومت و از اون سیستم تعریف کنه. وقتی اون ماجرا پیش اومد، بهار عربی و شلیک کردن فلان جای قذافی و فلان اینا، اینم افتاد زندان، ولی پول داد فراریش دادن رفت یه کشور دیگه اگه اشتباه نکنم مصر و اینجا، دوباره سرکلش پیدا شده میخواد انتخابات را بندازه، و این اقلن از این 16 تنبل ما بهتره، میاد جلو عالی ها میزنن میکشن داغونش میکنن، یا انتخاب میشه اشتباهاتی رو که باباش انجام داده انجام نمیده، یا برمیگرده اشتباهات باباشو دو برابر سه برابر خفقان اینا باید سب کرد و دید. سیف الاسلام قذافی نامزد انتخابات ریاست جمهوری لیبی. و اما اینم اجرای بزرگترین ارکستر جهان با حضور 12,000 نوازنده در ونزوئلا، یادتون باشه یه چیزی بود دف میزدن همه یا با هم دوتار و ستار میزدن، گفتم آقا اگه یکی خوب بزنم و یکیش کافیه، اگرم بد بزنه 20,000 تام که بذاری صداه گوش خراشتر بدتر میشه. این آقای لطفی همیشه خدا بیامرزش یه حرفی میزد، میدونید من یک کمم شاگرد محمد رضا لطفی بودم، ولی نه اخلاق خوبی داشت، به نظر من درس دادنش هم میگفت شما باید مثل من بشینی، شما باید مزراب و مثل من بگیری، نه باید شما آزاد باشی، باید راحت باشی، هر جوری دوست داری. و همین معلمای اینجوری یا اون آقای شهرام جلالی بود کی بود شهرام میر جلالی هر چیز، اینا ما را از تار زدن اصلا فراری دادن. اینکه میگن معلم خوب بچهای فراری رو میاره به مدرسه، واقعا درست میگن. برگردیم، آقای لطفی باور داشت که این موزیک وسایل موزیک کلاسیک احتیاج به بلنگو نداره و درست میگفت. به نظر من ویالون اون کسی که این دور رو توش در آورده و صدا میره توش پیچش پیدا میکنه، دیگه لازم نیست شما یه میکروفون آویزون کنی، تنبک لازم نیست یه میکروفون به چپونی تو سوراخ عقبش که صدا بیاد، یا سنتور، اینا همش یه جایی باشه 2,000 نفر هم باشن، اگه مردم شنونده موزیک هستن ساکت باشن، نه میکروفون لازمه نه مگافون، مگافون بلنگو اوکی، ولی اینا این کارو میکنه. این نوازنده و اینجوری و اینا هم به درد عمهشون میخوره. بله آقای شیخی میگه این 16 سال انتظار برای پراید دروغه، تا به حال 4 مرتبه واگذاری خودرو قرعه‌کشی داده شده که اخیراً بدون قرعه‌کشی به افراد بدون خودرو انجام میشه. شما آقای شیخی فکر نمی‌کنید دولت باید از این کارهای ماشین ساختن و این چیزا بره بیرون؟ مگه اینجا دولت ماشین میسازه؟ آقا اینجا جنرال موتور ماشین میسازه؟ این میگه من همین الان که بازار ماشین اینجا اینقدر داغه و داغونه، اون میگه من $1,000 به تخفیف میدم، اون میگه بیا این ماشینه رو ببر
به جای 72 ماه 80 نمیدونم چند ماه 84 ماه بدون اینکه یه پنی بخوای نزول بدی. یعنی ماشینه رو که اصلا شما هم میخری 16000 دلار مثلا میگه بیا ما 200 دلار بده ورد برو. هر کاری که دولت بره توش خراب میشه، چون سیستم دولت کاغذبازی و دست و پاگیره. ریپابلیکن ها به این خاطر معروفن، جمهوری خواه به این خاطر معروفن که اینها باور دارن باید دولت کوچیک باشه و یه سری فقط کارا رو انجام بده، باقیش رو مخصوصا توی آمریکا که کپیتالیسم هست، سرمایه‌داری هست، باقیش رو مردم انجام بدن. این مردم هم مردو، یعنی من گران فروش رو قرار نیست شاه با اتاق اصناف ببره و جریمه کنه، قرار نیست آخوند دروازه کازرون بدبخت دوغ فروش رو شلاق بزنه. من گران فروش رو آقای شیخی میگه این سربی گران فروش نمیخرم، میرم اکبری، آدم با انصافیه، از اون میخره. اکبری بیزینسش رشد میکنه، سربی بیزینسش چی میشه؟ میبنده. آخر امسال ممکنه ببنده بره، اینم یه خبری. اوکی؟ دولت این وسط چه کار است؟ حالا ما باید یه کسی رو استخدام کنیم شلاق بزنه، یه کسی رو استخدام کنیم بیاد گزارش تهیه کنه. آقا شاه میگفت سر چهارراه زن، نه سر چهارراه زن تو من نمیدونم، آلبرت یادته تو خیابون کجا بود، خاکشناسی بود یا این دو سه تا خیابون بودن الان یادم نیست، آلبرت باید شامپوی دارموی داروگر رو بده 2 تومن. توی خیابون بریجستون یه کارگر بریجستون گاراژ خونش رو کرده بود مغازه، اونم اینا رو میاره میذاره، اونم میداد 2 تومن. خب این اشتباهه، آلبرت باید بفروشه 6 تومن. مشتریاش همه مال دانشگاه، کارمندای شرکت نفت پولدارن، ولی اون آقا نمیدونم آقا مهدی بود کی بود، اون باید بده 2 تومن چون کلا مثلا 15000 بود قیمتش. آقا اینجا میده همبرگر 1 دلار، اونور میده 25 دلار. منم که انتخاب میکنم، دولت میگه نرخ مرغ تک نرخی. آخه تو چیکاره هستی؟ رو مرغ میخوای نرخ بذاری، رو آرد میخوای نرخ بذاری، رو بنزین میخوای نرخ بذاری. بنزین این ور خیابون نوشته 3.20، یک کافی هم بهت مجانی میدیم، اون ور نوشته 3.60، ولی طرف میگه من اگزان دوست دارم، ماشین من با اگزان کار میکنه، میره اگزان میزنه، من میزنم تو دستگاه، اونی که ارزون تر میده میرم از اون میزنم. پروگرام گذاشته، شما میزنی بهت نشون میده کدام گستیشن، کدام پمپ بنزین ارزون تره، کدامش بیشتر به تو چیز میده، بهش میگن get upside. اینه، بله get upside، ببینید get upside، اینه بذارید رو برنامه تون. ماهی 20 دلار 60 دلار 40 دلار چیز میدی، بهتون پول میده، برای که میگه این بنزین الان مثلا 3.40، ولی شما اگه از این بزنی این بهت میده 3.28، ولی این بری بهت میده 3.40. این منم که تصمیم میگیرم کجا برم. درستان ممنون، بله کاملا درست فرمایید، ولی ساختار اقتصاد ایران دولتیه. آخه قرار شد اینا ساختار شکن باشن، پس اینا دروغ گفتن. اینا قرار شد اشتباهات شاه که همه چیز رو دولتی کرده بود و داشت میرفت جلو، تازه حالا بدبخت خدا پدر شاه رو بیامرزه، شاه تو دوره‌ای بوده که از هیچی اومده شروع شده، مجبور بوده دولتی باشه، ولی اینا اومدن گفتن بی خود گفته دست دولت که خودش بخوره و بره، ما میان میدیم مردم. چی رو دادن به مردم؟ هفت تپر، ببین چه افتضایی، هب میگیرن پس میدن، این میخوره میبره، اون میدوزه میگیره، اونو دستگیر میکنن، اونو زندان میندازن، دوباره میفته تو خیگ دولت. یه کارخونه ای رو همه چیشو بردن، زمیناشو بردن، میفته دست دولت. اون وقت این دولت ضرراری که میده از جیب کیه؟ همین راجع به یارانه الان سرصداشون در اومده، اون وقت فیلم احمدی نژاد گذاشتن، این مملکت مال حضرت امام زمانه، این پولی که من میخوام بدم مال حضرت امام زمانه، یکی بهش بگه جاکش امام زمان از تو چا الان بیار یارانه مردم بده. میدونید اینا رو باید بگیرن بیارن شلاق بزنن. اونی که گفت من اقتصاد 3 روزه درست میکنم، الان یکی از دست اندرکاران رئیسیه، اینو باید بیاری شلاق بزنی. و الا آقای اکبری این دوغ فروشی بود سر دروازه کازرون،
من اولین شلاق زدن اونجا دیدم اصلا حالم بد شده بود. سه روز به تو دوغ داده گرون، نخرن ازش، دوغش آبکی بوده، نخرن ازش، بیارو ببند و شلاق بزن و شهر رو تعطیل کن. و اون مردی که میاد این شلاق میزنه از خجالتش صورت خودشو میپوشونه، شاهدی که اومده تو دادگاه صورت خودشو میپوشونه. خب تو چه شاهدی هستی؟ شهادت میدی که اونجا بودی. خانم علی نژاد از آمریکا بلند شد و بره شهادت بده اینکه اینجا بود آبان 98. کارمون خیلی خرابه. ساعت 3:42 است. بریم سراغ چند تا خبر دیگه. بازار 700 میلیون یورویی ورزش‌های الکترونیک در دبی. هشدارهای دو جانبه واشنگتن و پکن درباره تایوان در آستانه دیدار جو بایدن و شی جین پینگ. امروز هم روسیه و یوکرین و آمریکا داشتن هی به هم دیگه. آمریکا به روسیه گفت ببین کاری به یوکرین نداشته باش، حالا ببینیم چی میشه. رد فوریت لایحه حذف دلار 4200 تومانی در مجلس. بانک مرکزی ایران نرخ ارز را پایین کشید. خب این نباید دست اینا باشه. بازار سهام آمریکا که دست بانک و دست دولت نیست که. البته اینم یه چیزیه، خدا میدونه چه کثافت بازی هم تو اینه. و الا وقتی کووید اومده و وقتی این همه مشکلات، الان میدونید تورم توی آمریکا میگه تورم در 30 سال گذشته بالاترینه. چجوری او از سهام همینجوری داره میره بالا؟ اون دیوانه که بود رسید به 30,000 تا، الان رقم 36,000 تا. آخه یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه چیزی سود برده؟ چه کارخونه بزرگ شده؟ یه شرکتی اومده ریویان یه ماشین الکترونیکی ساخته، یه ماشین برقی ساخته. همم هم رفتم، خود منم رفتم پول گذاشتم، دیپوزیت گذاشتم. خب شما به پول ما اومدین دیپوزیت گذاشتین، روز اولی که گفت این پابلیکه 40% رفت رو سهامش. آخه شما چیزی تولید کردین فروختین که سود ببرین؟ 40% یه دب بره بالا. همه دنیا افتاده دست یه مش آدم پفیوز، آدمی که سوء استفاده میکنن، آدمی که جون آدمای دیگه براشون مهم نیست. اینا فقط به فکر خودشونن و جیبشون، خانواده‌اشون هم که میبینی این اون طلاق میده اون. خب این از این، من اینو پاک کنم برم سراغ بعدی. بعده آهان، یه آقایی از شماره تلفن 747 یه روز مسیج میذاره میگه بچه گیرم اومد. میگم خب متولد چی؟ میگه تولدش مبارک. بعد دو سه بار براش نوشتم آقا شما کی هستی؟ انقدر بی معرفتن، بی شعورن که حتی یه اسم قلابی ننوشت. منم دیگه اینو بلاکش میکنم. برات گفته باشم اگه داری میگیری 747-221 بلاک، خلاص، تموم. و اما یه دوستی به من میگفت که این گوشی هایی که تو گوشتون میذارید بعضی هاش دیدید که میگن خوب نیست، موج داره، سیگنال داره، چون مگنت داره، نمیدونم یه امواجی دور مغزتون چی میکنه و اینها. و میگفت که به همین خاطر برای راننده های کامیون فقط یه نوع گوشی باید استفاده کنن. گفتم آقا نمیشه، من خوندم راجع به این، یه چیزایی هست نویز یا صدا رو کم میکنه توی توی هواپیما واسه استفاده میکنن که فقط صدا رو قطع میکنه. یکیش هست که صدا رو قطع میکنه ولی میذاره موزیک بیاد، میذاره شما حرف بزنین. نوعای مختلف هست. حالا من اینو به شما نشون میدم. اینجا 10 رقم از اینا رو با هم مقایسه کرده، میگه بهترین 10 تای بهترینی که برای به اصطلاح راننده های کامیون هست و اینها. کامرای 3 اینجا اینه. این دوستمون میگفت فقط این یکی. گفتم نه آقا، این یکی یه دونه شو مجانی دادن به کلاس شما، به مربی کلاس شما. اون میگه این خوبه، اسمش هم میگه، شما میری میخری. این تنها نیست، این هست، این هست. خود من یه گوشی خریدم 200 خورده، الان شده 30 دلار تقریبا. هم این شکلیه، مثل اینه. اینه الان از اینا دیگه کوچیکتر اومده، ببین کوچیکتر اومده، باز از این کوچیکتر. یه دونه یه چیزی مثل
چی بگم، مثل یه فندق میذاری داخل گوشت و خیلی هم ناراحته، هی میفته گمش میکنی. اینم از این، این رو هم پاک کنیم بریم سراغ بعدی. آره این پیام آقای اکبر آقا بوده که گذاشتم پخش کردم، ولی اینجا گذاشته بودم که یادداشت کنن. و اما قاضی آمریکا، اول برنامه راجع به ترامپ براتون گفتم که این مردک نابکار همه سیستم اینجا رو تا این 4 سالی که بود خراب کرد و ریخ به هم، الانم هنوز داره دخالت میکنه. قاضی آمریکایی علیه ترامپ بهش گفت که دیگه رئیس جمهور نیستی و رئیس جمهورهای آمریکا پادشاه نیستن که تو فکر کنی پخی هستی هی بخوای چیز کنی، ولی سیستم آمریکا سیستم قانونیش انقدر اشکال داره که اون بود اون میتونه از اشکالا انقدر سوء استفاده کنه که به اصطلاح اینو انقدر کش بده تا یه جوری از بین بره. مرد 60 ساله‌ای با ضربه‌های یا با ضربات چاقوی جیبی خود را از آرواره‌های تمساح بیرون کشید. این با تمساح، با نهنگ، با اینها دعوا کردن و جنگ کردن راه‌های مختلفی داره. پیشنهادایی میکنن که اگر یه جایی هستین که توی منطقه ممکنه باشید به اصطلاح یاد بگیرید. مثلا یه چیزی که در ویرجینیا زیاد هست خرسه. بعد خرسا 2 رقمن، میگه یکیشونو اگه دیدین دستاتونو ببرید بالا، خودتونو بلند کنید، داد بزنید، اون میترسه میره. یکیشون میگه که اگه دیدیش فوری فرار کن، چون این اتفاق خوشش میاد اگه بگی من حریفم، میاد جلو. نفتکش ویتنامی بود یه 10-12 روزی هیچ صداش در نیوردن، بعد اون گفت اون گرفته، بعد اون گفت ما همچی خبری نداریم. حالا نشته نفتکش ویتنامی که سپاه پاسداران توقیف کرده بود به آبهای بین المللی بازگشت. این خبرها وقتی اون دوستمون میگه خبرها رو تخریب نکنید، آقا خانم این خبرها از اولش تخریب شده میاد بیرون. این نفکشه یادته، میگو یه نفکشی دیگه اومد، نفت اینو خالی کردن تو اون، انگار مثلا من بشکه 20 لیتری آوردم نفت آقای اکبری رو میدارم میرزم تو این میبرم این بر. پرچم دارن، زندگی دارن، شرکت دارن، بیمه دارن، ولی با همه اینها الان اوضاع خر تو خر و شیر تو شیر. میزان مقاومت زیر دریای آمریکا با افشای دستکاری در آزمایش کیفیت فولاد نظارت بر تولید بیشتر شد. مرد آمریکایی که به یک سگ 50 ضربه چاقو زد 10 سال زندان می شود. بنیانگذاران بیونتک واکسن فایزر حاصل 3 دهه تحقیق پزشکی است. این زن و مرد که اشتباه نکنم اصلشون هم ترکیه‌ای هستند یا ترک هستند. ملاله یوسفزای یادتونه که این تو پاکستان و اینها سر درس خوندن و دخترا مدرسه رفتن و اینها تیر زده بودن به صورتش و یه طرف صورتش واقعا الان فلجه، ولی دختر یا خانم بسیار روشنفکر، خیلی هم زن شادی هست و خیلی هم جوکه. وقتی هم میاد توی مصاحبه‌ای شوخی میکنه، حتی مجیشن چی میشه شعبده بازی در میاره و کارهای قشنگ انجام میده. میگه همینو بگو، پوفیوزها حاکم بر جهانه. کاملا درست گفتی و این لقب پوفیوز برای دستن در کاریان حاکم جهان مخصوصا دیکتاتوراشون خیلی درست و به موقع است. و اما منتوس اند سودا، من نمیدونم اینو چرا، عکس ها بوده، عکس ها رو نمیخوام الان نشون بدیم. اینایی که هی خیلی عکس میگیرن برای هم میذارن، میگه بابا حواستون هم باشه، مثلا این خانمه حالا رفته یه جایی میخواد خوراک بخوره، عکسش برداشته نشون دوستاش بده، ولی نگاه کنی آب از چکچیل این خوراک را افتاده رو میز. حالا این میز این یه جای فنسی هم هست دیگه، 5 تا قاشق و چنگال و اینا گذاشتن. این 5 تا قاشق و چنگال اینا که میدونید یکیش مال سالاد خوریه، یکیش مال سوپ خوریه، یکیش مال استیک خوریه و اینا، و این برداشته خوراک رو عکس بگیره، نگاه کنید کج گرفته، ببینید آب این سالاد و خوراک و هر چیه ازش راه افتاده اونجا. میگه مواظب باشید. خب اینم از این. دوستان عزیز
یه دو تای دیگه موضوع یا عکس یا هر چی باشه بهتون نشون میدم، بعد ازتون خداحافظی میکنم. یه چیزی دیگه بهتون بگم دوستان، امروز من خوندم گفتم آخه نمیشه که این الان دیگه پاییز شده باز به ما میگن یه آلرژیه. ما تا زور صدا اون هر دوستی میشنه میخواب بودی میگم والا من از 5:30 بیدارم ولی صدام اینجوری. بعدم اصلا گلو درد آدمو اذیت میکنه. من اصلا دیگه نگاه کنید یه سری از این قرصای چی میگن مکیدنی گلو درد گذاشتم، آب نباتا چی میگن جدیدا هم خوب نیست خلاصه، یا دیگه عادت میکنه. بعد امروز رفتم یک کمی بیشتر مطالعه کنم توی قسمت های فارسی نوشته این ممکنه از سردی معده باشه. حالا منی که اصلا منی که به سردی و گرمی و فلان باور نداشتم، ما برنج رو میخوردیم با آبجو، برنج رو میخوردیم با هندونه، برنج با سالاد، حالا میگه ممکنه از سردی باشه. این اگه کسی میدونه یه تحقیقی بکنه. دوستان اگه اشتباه نکنم این پیامه است. شما نگاه کنید وقتی من به دوستان میگم تلگرافی ننویسید یه توضیح بدید، همین آقای شیخی به من متلق و گفت وقتی هم طولانی میمیستیم یقم اونو میگیریم. فکر کنم این باشه. بذارید گوش کنم ببینم، خدا کنه خودش باشه. نه این 202 شد. پلی مسیج. نه نیستش. هرچیه چرا گذاشتمش اینجا نمیدونم، شاید پاکش کردم ولی هستش اینجا. خب بس نیو کار کامینگ، یه ماشین های خوب داره میاد تو سال 2022. بعد یه مصاحبه مال شاه هست، شاید گذاشتمش روی اکبری میگه کاکا همه این مرض ها مال سن و سال است. آی گفتی یه آقای هست جان استوارت، خیلی آدم با مزه و خوبیه، میگه که من از این جوانای 20 ساله متنفرم چون میدون میخورن به دیوار، بلند میشه راه میفته میره، ولی ما داریم راه میریم، پای خودمون یکم اینجوری میشه تا نیم ساعت میلنگیم. اتفاقا اول اون فیلم سجل نگاه کنید، این آقای رجبی اگه اشتباه نکنم اونمشه خیلی خوبیه با اون دماغی کجش و اینها، نگاه کنید. خب یه عکس دارم، این عکس رو باید حتما بهتون نشون بدم، عکس جالبیه. چون امروز هم یه فیلمی نمیدونم آقای اکبری گذاشته بود یا یکی دیگه، یه تریلی چپ شده بود، مردم داشتن وسایلش میبردن به جایی که، یادم میاد پدر خود من یه وقتی با کامیون افتاده بود یه جایی که برف و یخ بود، طرف های دشت درجن اینا وقتی میرفتی به طرف کازرون اینا، و افتاده بود پایین. بعد میگو اون پایین مردم اومده بودن نفتا رو میبردن، دوره شاه دوستان، مردم میمدن نفتا رو میدوزیدن میبردن، یعنی نفتی که داشته از کامیون میرفته به جای که حالا مثلا شیرش رو ببندن یا چی کنن میبردن. خلاص حالا این عکس شما نگاه کنید، کامرای 3، یک کامیون خاوره دیگه این بدبخت فکر کنم، آره یا خاوره یا بنزای معمولیه، ولی خاوره که این درش صافه اینجوری. خلاص با کله رفته پایین این هندونه ها. حالا این دوست ما این عکس ها رو گذاشته، نوشته اینا هندونه ها رو دزدیدن آوردن اینجا گذاشتن، دارن نماز میخونن که بعدم این هندونه ها رو بردارن ببرن خونه. نمیدونم واقعا اینجوریه یا این مسجده یه نفر هندونه نصب کرده آورده دیگه. ما فقط به قول دوستمون خبر رو نشون دادیم و نظر خودمون رو هم گفتیم. این یه بار و دو بار نیست، بارها اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی یه اتوبوس یه ماشین مشروبات چیز شده بود، طرف میگفت که آقا چرا میبری؟ میگفت هرچی ببریم این بنده خدا کمتر جریمه میشه، اونم یه نوع بینشه. خب همین بنیانگذاران تک رو ما، همین واکسن و اینا رو ببینیم، ماشاءالله قیافه هاشون هم از من درم و داغون تر. میدونید اینایی که دانشمندن خیلی به قیافه هاشون اهمیت نمیدن. کامرای 3 اینه، اوکی؟ این دوتا خانم و آقا فکر کنم زن و شوهر هم هستن و اینا بودن که واکسن درست کردن. ولی جالب اینه که میگه ما روی این واکسن 30 سال کار کردیم. دوستانی که نمیدونن چرا به این کووید میگن کووید
19 درسته که این مال سال 2019 درست شده، ولی میگن قبلش هم کوویدای دیگه بوده و هست و اینها، و ضمناً اینم از بین نخواهد رفت، این با ما خواهد بود مثل همون آنفولانزایی که هست و هنوزم باید بریم سروم نه واکسنشو بزنیم. و اما خب اینم رسیدیم به برنامه های مال هفته قبل و نمیدونم اون پیامه رو من میخواستم پخش کنم که به شما ببینید آخه وقتی یه چیزی رو تون میگید میره، اونی که میشنوه بعدم تا از طرف میگه آها میگه نه واقعیت نداره، این عکس هندونه و مسجد قدیمیه. خیلی ممنون الهی خانم. منم فکر کردم اون عکس به این نمیخوره، چون کسی که اون میره اون هندونه رو میدوزه دیگه فکر نمیکنه حالا بیاره بذاره تو مسجد وایس بالاش نما. این تو مسجد یه ماجرایی بوده، مثلا یه نفر اومده به هر کسی که اونجاست یه هندونه داده اینا، این اشکال. اون دوست ما میگه خبرها رو تخریب نکنید فقط بخونید. من که اینجا مجری برنامه نیستم، من تهیه کننده این برنامه هستم، دوست دارم بیام اون چیزایی که دلم میخواد بگم. شما اگه یه روزی پول دادی به من گفتی شما بیا بشین اینجا سور بی اینو بخون، تازه اونم من اگه خوندم دیدم دروغه یا چیزی میگم آقا من نمیخونم، اینو برو بده به آقای نمیدونم اینایی که تو تلویزیون انترنشنال هم چی هم سعودی انترنشنال و فلان اینا برن بخونن. به همین خاطر من خودم تهیه کننده این برنامه هستم، دوتا چی که به مغزم میرسه میام میگم چیز میکنم. این دوست ما که حالا دیگه اسمش هم نمیارم میگم من خودم میدون جاله بودم که دیدم چطور تیراندازی شد، حالا بره ویدیوی آقای اردشیر زاهدی رو ببینه که مصاحبه کرده که راجع به همین ماجرای 17 شهریور و میدون جاله و تیراندازی و ایران و حکومت نظامی و شاه رو چجوری درگیر کردن اینا اون صحبت میکنه و خجالت داره که شما دروغ بگی، بگی من اونجا بودم دیدم فلسطینیان میرن لباس اگه میرن یه جایی لباس عوض میکنن میان، چجوری تو اونجا بودی؟ میدونین برای که یه چیزی بگن 100 تا دروغ حاضرن بگن. ما حوصله دروغ گفتن نداریم ولی نظر خودمون رو میگیم. حالا ما به نظر اونم میاد این دادگاه نوری هم یه جوری گوزمال میشه آخرش، این دادگاه های آمریکا هم اگه بخوان به اینی پسر سفیده که دو نفر کشته و یه نفرم زخمی کرده که اونا طرفداران جنبش سیاها بودن بخوان زندانم بدن، یه زندان 4-5 ساله میدن، اگه تازه اصلا بازم اینم باطل و گوزمال نشه. اون یکی زندانی هم که 3 نفر آمدن اون پسر سیاه رو کشتن، اونم همین ماجرا، اینم که الان گارد ملی رو آوردن و میخوان مواظب باشن، خودشون میدونن چه به اصطلاح عکس العملی مردم اون منطقه نشون میدن در قبال این رأی دادگاه، ولی اونم میگذره میره. توی همین آمریکا از موقع رادنی کینگ گرفته پلیسا زدن اون سیاه رو تا دادگاه اوجی سیمپسون گرفته تا دادگاه خواننده کی بود جکسون، مایکل جکسون گرفته، این ماجراها تکرار شده و ذات بشر اینه که من چند روز پیش می‌خواستم اسم این خانم میرزایی که خیلی ریاضی میدونست یادم رفته بود، بعد از خودم خجالت میکشیدم که چجوری ما این دانشمندا این آدمای مهم اینا رو فراموش میکنیم. حالا اینای دیگه که نه مهم هستن نه چیزی. بله آها آقای اکبری میگه هندونه کادوی مسجد بوده در ماه رمضان. منم فکر کردم و این خیلی جای تأسفه که این کارا رو انجام میدن. البته از این که اگه یه ماشین تصادف میکنه میان هندونهشو میدوزن و یه آدمی نمیاد هندونا رو بذاره اونجا بگه هر کی میخواد ببره بیا یه پولی بریزی تو این صندوق، حتی اگه امروز هندونه نمیخواین یکی دوتا بخرید یه پولی بریزین که این بدبختی که ماشینش چپ شده حالا خسارت هندونا و فلان اینا رو هم نخواد از جیب بده. اینا رو بهش میگن پرورش و الا آموزش. ما دیدیم هممون مهندس دکتر مهندس دکتر مهندس دکتر 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 مهندس مهندس دکتر، همه آموزش دیدن ولی پرورش پیدا نکردیم. پرورش یعنی این که
تو همین فیلم سجل برید ببینید، میگه آقا چون اینجا سنگ نداریم بزنیم به شیطان، یه مشتی پارچه رو لوله کردیم حالا بزنیم. آقا خب 30 نفر حاجی هستین، 30 تا 40 تا 60 تا از این وایسین احمقا تو صف درست بگیرید، اون با اون هول میکنه، اون با اون هول میکنه. اینو باید یادون بدن. ولی اینجا شما نگاه کن، یه جایی این طرف 2 ساعت وای میسه تو صف، میاد قشنگ وای میسه، نوبتش که رسید میگیره میره، حاضر نیست کسی بره بزنه جلو اون یکی دیگه، چون میگه خب من جلو اینک میزنم، این همسایه‌م جلو اینک میزنم، میدونی از خودمونه، به امید روزی که هم آموزش بهمون بدن هم پرورش. و این کار وظیفه دولته، این کار وظیفه مسئولینه، نه اینکه آقای فلانی شلاقش بزنیم که دوغ گرون داده آقای فلانی. خب و همینطور کشتن جوان ایرانی چند سال جلوتر در انگلستان، اصلا نمیدونم راجب چی داری میگی آقای شیخی، کشتن جوان ایرانی چند سال جلوتر در انگلستان. در صورت همینه، تلگرافی می نیستی منم متوجه نمیشون. دوستان عزیز، ساعت 4:02 بعد از ظهر به وقت نیویورک هست، چون یه ساعت بردن عقب، الان این وقت حقیقیه، ساعت 5 اینجا هوا تاریک میشه و از دیروز هم به شدت سرد شده، ولی میگن 2-3 روز دیگه باز هوا میاد رو 70 درجه، 70 فارنهایت. اینجا شبا الان یخ میبنده، گلا رو میگن بیارین داخل، که من خیلی بدم میاد اصلا گل و گیا تو خونه نباد باشه، چون بیشتر از اکسیژن درست کردن گاز کربونیک درست میکنن، بیشتر از اینکه به شما اون زیبایی و نشاط و اینا رو بده، آلرژی و این چیزا برای شما درست میکنه. خب اجازه بدین، چون دیگه آقای شیخی هم ننوش این ماجرا چی بوده و همینطور فلان، ما هم خداحافظی کنیم از شما دوستان. دوستان در تلویزیون مردم همه میتونن برنامه داشته باشن، آقای محمد ایرانی، آقای حسن ارشاد بیشتر از 400-500 تا برنامه از ایران اجرا کرد، شما بیا حرفتو بزن، اون وقت شما که تو ایران دارین راست راست فوش میدید با آخوندا، من نمیفهمم چجوریه. ضمناً آقای نیساری هم امیدوارم بتونیم هفته آینده با ایشون باشیم. آقای مهدی مهران نژاد رو هم میخواستم این هفته داشته باشیم، متاسفانه نشد، هم مهمون که نه، آقای خسرو بهرامی مهمون ما نبود، بنده خدا هتل خودشو و چیز، ولی من باهاش بودم دیگه، این 3 روز با من میمد میرفتیم میمدیم، از این برم 2 تا از فامیلامون از آریزونا مهمونمون بودن که همین موقع که من برنامه دیر خداحافظی کردم اومدم، اونا رفتن برن فرودگاه. میگن که آخرین غارت کامیون مربوط به استان کردستان است که راننده خودش به مردمی که داشتن بارها را براش جمع میکردن گفت اینها مرغ یخ زده است، خراب میشه، با خودتون ببرید. آها خب، ولی اونی که میبره خب اگه پولی بریزه، یعنی شما میگی راننده بر نمیداره بر میداره بدبخت دیگه، یه قطعی بذارن هر کسی یه پولی بذارن. توی اروپا و اینا نشون میده، همینجا هم هست، همینجا هم یه جایی هست طرف یه قطعی گذاشته مثل یه شیشه پلاستیکی هرچی، قیمت چیزها رو هم نوشته، شما برمیداری پول میریزی توش میری. خیلی هم مثلا اگه نوشته $3 $5 میذارن، میگن اینم بالاخره یه فارمره، یه کشاورزه، مثلا 5 تا هلو گذاشته $3 $5 میریزن که یه کمکی به اون کرده باشن. هر سوربی حال ویگیتز، آها خیلی ممنون، متشکرم. نتیجه دادگاه را که گفتی، حدود 3 سال پیش در انگلستان را با چاقو کشتن ولی قاتل را آزاد کردن. آها ممنون و متشکرم. همین تو آمریکا یه جوان ایرانی یه پرتقال دست کرده بود از رو دیوار یه آمریکایی کنده بود، اونم تو شلیک کرده بود کشته بودش، قاضی گفت حق با صابخونه است و اینجوریه، باید مواظب بود. بله خیلی ممنون آقای شیخی که لطف کردی نوشتی، ممنون از ملیه خانم که اسم بسیار زیبایی داره، امروز خیلی خوب بود، از اون ور الهه خانم داشتیم، از این ور ملیه خانم داشتیم، با امید روزی که دوستانی که به اصطلاح بانوان ایرانی بیشتر بیان صحبت کنن، نظراتشون رو بگن،
تا بلکه ما مردا رو آدم کنن. من همیشه گفتم که اگر خدای وجود داشته باشه حتما این خدا مرده، چون امکان نداره یه زن این همه خرابکاری بکنه، ولی اگه مرد باشه این کارا رو میکنه، بعدم بهونه میاره، یه جا میگه من میخواستم امتحانت کنم، یه جا میگه داشتم نمیدونم آزمایشت میکردم. بابا ولمون کن، شما تا حالا کدوم مادری دیدین بذاره بره بچهش دستشو بزنه به بخاری داغ بگی میخواستم بفهمه؟ ولی باباها این حماقت رو میکنن، میگه دو سه بار بهش گفتم داغ، گوش نداد، گفتم خب حالا بره دست بزن. این ماجرای خدا مرده، برید فیلم جورج کارلین رو نگاه کنید، کمدیانی که چندین سال پیش فوت شد. جورج کارلین درباره خدا، جورج کارلین درباره انتخابات، میگه مردم هی میگن این سیاست، آقا این سیاست مدارا از خودتونن، از خودمونن، ولی میگه من نمیرم رای بدم. اونم مثل من رسیده به یه نقطه که من دیگه رای نمیدم. و وقتی رای نمیدید تازه شما حق داری اعتراض کنی. اونی که رفته رای داده یعنی قبول داره این سیستمو، یعنی این نماینده رو قبول داره، اون چیزای مراحل اولیه‌اش قبول کرده که اینا پول دادن، پارتی گذاشتن، مهمون گذاشتن، اسمشو برده اونجا. ولی من میگم از اصل این غلطه. اگه یه روزی گفتن هیچ کس حق نداره پول بده، هیچ کس، آقا سوشال مدیا هست میام تو این تبلیغ کنی، کشتن ما رو سر همین گاورنر ویرجینیا، یه تبلیغ از این میذاش، اون یکی میاد میگه این دروغ میگه. بعدم حالا یکیش انتخاب شده، حالا ژانویه بیاد ببینیم چه تاج گلی بر سر ما میزنه. خب دوستان ممنون، متشکر از یکایکتون. لطف کنید به یک نفر از دوستانتون تلویزیون مردم رو معرفی کنید. یه چیز دیگه براتون بگم، این آقای خسرو بهرامی چند روزی که اینجا بود گفت من وقتی میرم این فروشگاه بهشون میگم آگهی بدید به تلویزیون مردم. گفتم آقا اینا میترسن، یه سریشون حزب اللهی ان، یه سریشون شاه اللهی ان، اون میخواد مشتری حزب اللهی رو از دست نده، اون میخواد مشتری شاه اللهی رو از دست نده. این وسط هم همشون آگهی تو روزنامه ها میزنن، ولی به تلویزیون ها که میرسه چون این تلویزیونه میاد نظرشو میگه آگهی نمیدن، میخوام که ندن. من نه تنم بیل خورده که احتیاج به اینا داشته باشم، نه حاضرم چیز کنم. ولی شمایی که میگی من نمیدونم چرا اینا حمایت نمیکنن، خب شما چرا حمایت نمیکنید؟ شما که میگی این تلویزیون مورد پسندمه چرا حمایت نمیکنید؟ اونم هر کسی یه بهانه‌ای داره. خب خود آقای خسرو بهرامی الان تو این سن و سال تازه میخواد شغلشو عوض کنه، خسته شده از اون کار سنگین سنگ و سنگ تراشی و سنگ سازی، اینا کارهای مختلف تو فکرش، امیدوارم موفق باشه. دوستان عزیز باز هم ممنون. پتیک دیگه به من میگه آقا تو ربع ساعت فقط خداحافظی میکنی، راست میگه. به امید دیدم. آها شاهین هم نوشته برنامه عالی بود امروز، مهمون اومد نشد زنگ بزنم، فردا هم صبح تماس میگیرم برام توضیح بدی که اداره سایت باید. آها آها چه راستی، این مغازه ما اجارهش انقدر بالاست که فایده نداره. حالا تازه فهمیدی من چی گفتم. خب دوستان مرسی و تا بعد. استاپ.